بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. چهارشنبه است، 30 آبان ماه 1397، برابر است با 21 نوامبر سال 2018 میلادی. امروز در شهر خیلی بی سر صدا و خلوت، همه رفتن مسافرت، دیدار فامیل و به اصطلاح روز ترکی خورون. ترکی اینجا به بوغلمون میگن و این برنامه تنکسگیوینگ دیگه اون اصلیت خودش رو از دست داده که روزگاری بومیان این سرزمین به این افرادی که تازه آمده بودن اینجا رحم کردن و دیدن از سرما دارن میمیرن از گرسنگی، بهشون یاد دادن که چجوری به اصطلاح خوراک درست کنن، چجوری خوراک بخورن اینها، که خلاصه کار به جایی رسید که بعد اونها آمدند و زدند و کشتند و امروز آمریکا اینجاست و اون بیچاره ها بهشون میگن سرخ پوست، خیلی هم بهشون میگن ایندیان، و یه جاهایی تقریبا مثل زندان، یه جاهایی رو بهشون دادن گفتن اینجا شما میتونی کار کنی و بیشترم قمارخونه و همه معتاد الکل و اینها هستن، وضع خیلی بدی دارن. و تعجب میکنم که تا امروز کسی از میان اینها بلند نشده به اصطلاح ادعای آزادی و اینها کنه. نمیدونم امروز چرا این برنامه ما یک کم پرش داره. خب این برنامه پرش مثل جنبش دوستان ایرانی است که یه دفعه پرش میکنن. دیدید که یه جایی دخترای ایرانی رفتن مسابقه کاراته و وقتی که برنده شدن خواستن سرود ملی ایران رو بذارن، اشتباهی سرود شاهنشاهی رو گذاشتن، توی سیستمشون اون بوده. شما باور نمیکنید، من 100 نفر برام فرستادن آقا دیدی چی شده، دیگه آخوندها رفتنی شدن، حتی کشورهای دیگه هم میدونن. میگم عزیز برادر، اینو قبلا هم اشتباه کرده بودن، طرف نشون میده سیستمش قدیمیه، هنوز سیستمش جدید نیست، نیومده بره از یونایتد نیشن سرودای ملی هر کشوری رو بگیره و همون سرودای قدیمی رو داره. و خب شما درست میگی، بلند شو برو دیگه. آقا امروز آقای فرخ سپهرار برای من یک ویدیویی رو فرستاده بود که آقای روحانی رفته یه شهری و اونجا مردم با سنگ و اینها آمدن استقبالش. بسیار خوب، بسیار عالی. گفتم آقا دیگه تموم شد، پاشیم بیاریم دیگه. منتظر چی هست؟ منتظر چی هست؟ دوستانی که میگن هیچ کسی رو بهتر از رضا پهلوی سراغ نداره، هیچ سازمانی رو بهتر از سازمان مجاهدین سراغ نداره، هیچ جنبشی رو بهتر از فرشگرد سراغ ندارن، بفرمایی این گوی و این میدان. سنگم دیگه نیست، سنگا رو همه رو زدن به روحانی، تموم شد. ولی سوالیه که آیا شما میری ایران؟ من که نمیرم. و اما بیا برمتون آمریکا. و اونایی که میگن آقا چرا فوش نمیدی، شما میتونی برنامه بگیری از تلویزیون مردم و بگی من سربی میخوام قبل از برنامه تو 10 دقیقه ربع ساعت برنامه داشته باشم، از اول تا آخرشم فوش بدی به تمام این آخوندا. ولی من میگم آقا 40 سال فوش دادیم به جایی نرسیدیم، اقلا بیان 2 کلمه حرف حساب بزنیم ببینیم چرا امروز اینجا هستیم. و اما امروز اینجا هستیم. اینجا کجاست؟ آمریکا. گفتمتون در شهر خیلی آروم، بی سر و صدا، آرامش. چرا؟ برای که آقای ترامپ دیروز بلند شد، دیروز از رفت فلوریدا برای ترکی خورون. این که ترکی هم حتما میده کنتاکی فراید چیکن براش اونجا اونجوری درست کنن. و بله اینجا یه برنامه هم هست که رئیس جمهور رسمه هر سال میاد 2-3 تا ترکی میذارن اونجا، بوقلمون میذارن اونجا، میبخشه و اینها. میگن ترکیایی رو که این بخشیده مردن، یعنی به 2-3 سال هم نرسیده، هنوز این 2 سال که اومده. بمانه آقای ترامپ یادتونه دوستان میگفت لاکر اپ، لاکر اپ یعنی این کلینتون رو، هیلری کلینتون رو دستگیر کنی.
کی این شعار رو راه انداخت؟ اون آقایی که آمد به اصطلاح مشاور امنیتیش بود و یه جنرالی بود، جنرالی که با ترکیه و اینها معاملاتی کرده بود، پسرش رو سر کار گذاشته بود، پولای خورده بود، این آورده بود اون آورده بود، آمد توی یکی از این برنامه‌های ترامپ سخنرانی کنه و ترامپ رو معرفی کنه. معمولا اینجوری یکی میاد مثل بچه مرشد بعد تعریف کنه، میگه و حالا و مرشد کبیر ترامپ. وقتی خواست بیاد راجب کلینتون صحبت کرد که این ایمیلاشو اینجوری استفاده کرده و رفته از یه سیستمی سرور یه کامپیوتر مال خونش استفاده کرده، اونجا سکیوریتی نیست، این کار احمقانه ای بوده و اینا. و شما اینو داشته باشید، خانم ایوانکا، این دختر عقب افتاده، حالا من میگید چرا میگید عقب افتاده، شما نگاه کنید به فامیلی اینا، به قیافه هاشون نگاه کنید، بعضی ها این دختره رو زیبا میبینن، این دختره اصلا مثل آدم های عقب افتاده اینجوریه، هر بیزینسی رو دست زدن بیزینس رو از بین بردن. تنها بیزینسی که دوام آورده بیزینس شارلاتانیزم پدرشونه. چرا شارلاتانه؟ تا پریروز که کلینتون بود میگفت بگیریم و بزنیم و دستگیر کنیم، وقتی گفتن آقا دخترت هم همین کارو کرده، گفت این چیزی نفرستاده، نامه های دعوت مهمونی و خبرهای دوستاش و اینا رو فرستاده، خبری نیست. یادتونه گفتن یه آخوندی نظر داشت به زن یه مرد بیچارهی، گفت من باید یه جوری این زن رو از دست این مرد در بیارم. یه روز داشت میرفت گفت دیدی مرد بیچاره وایستاده داره ادرار میکنه، تو ایران که یادتونه همه جا دستشویی های تمیز داشتیم، که در دوران شاه چه الان منجلابای این مسجد ها و اینا، بیشتر مردم پشت خونه های همدیگه رفع حاجت میکردن و اونا هم با فوش با زغال و با گچ مینوشت بر پدر و مادر کسی که اینجا بشاشد، اگر اینجا شاشیدی به روح پدرت میرینیم. اینم ما ایرانی ها بودیم، ولی ما ایرانی ها گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. تا شب 22 بهمن، 22 بهمن که خمینی آمد، یه دفعه ما همه بد شدیم، از اون طرف هم یه سری شدیم استاد و فیلسوف و اسلام شناس، آقای فولادوند، آقای دکتر پروفسور مسعود انصاری، آقای شجاع‌الدین شفا، اینا یه مشتی اولاغی بودن که دنبال شاه میرفتن مدینه و مکه و حضرت رضا و فلان اینها و ولیان اینها. همچین که خمینی اومد، معجزه خمینی این بود که اینا همه شدن دانشمند. فرخزادی که در باز نمی کرد، استاد دکترای اقتصاد سیاست، در دوره شاه یک کلمه حرف نزد. کسی که آلمان زندگی کرده بود بیاد بگه آقا این چه وضعیه، هی وایساد رقصید. یه دفعه خمینی که آمد نشست برای ما چیکار کرد؟ این توزیع المسائل و این چیزا رو باز کرد. بمانه میگم که میگن پیغمبرا معجزه دارن. یه دوستی امروز نوشته بود که همین که صبح از خواب بیدار میشیم این معجزه خداست. گفتم والا خدا ما انتظار بیشتری ازش داشتیم، این تعریفای بزرگی که ازش شنیدیم، حساب کتاب همه دستشه، میدونه کی کجاست، کی چه کار میکنه، معجزش اینه که صبح میشه آفتاب میاد بیرون، این که خروس هم میدونه. خلاص گفتم که امیدوارم یه فردای بهتر و یک خدایی با غیرت‌تر پیدا بشه یا بیدار بشه. آقای ترامپ رفته فلوریدا احیانا دیگه این دو سه روز، مگر این که از توالت اونجا بشینه به اصطلاح توییتر بزنه و دنیا رو بریزه به هم و اینقدر چیزای مزخرف و دروغ گفته که دیگه هممون برامون بیتفاوت شده. یعنی میگیم آقا ولش کن، فقط امیدواریم صبر کنیم تا این دو سال بگذره ببینیم چه میشه. البته آقای کریس والاس، پسر مایک والاس، یه مسابقه باش کرد، تو همین مسابقه که ترامپ گفت که آقا اون روز که من نرفتم پاریس بارون بود و سکیوریتی گفته بود نرو فلان و اینها، و اینجا هم اشتباه کردم، کار داشتم، تلفن داشتم میزدم نرفتم. بعد این والاس بهش گفت که شما اگه دور دومم شدی رئیس جمهور
بعد تصمیم گرفتی دور سومم بشی چی میشه؟ دیشب این آقای استیون کولبرت میگه آقای مایک والاس تو رو خدا این خودش دیوونه است، تو دیگه بهانه دست دیوونه نده، اینو میگی اینم میاد مثل چین و اینا میگه رئیس جمهور دائم، ولش که آقا این دو سال بگذره بریم سراغ کارم. خب دوستان عزیز، آیا میدانید شما با یک بله که میگید، یادتونه میگفتن آقا یه نه بگو 9 ماه پوست شکم نکش، منظورشون برای زنا و رابطه و اینها بود که حالا این ماجرای بله شده، شما یه پروگرامی لازم دارید، کامپیوترتون میگه این پروگرام، میزنی و میاریش، چون عجله هم داری بهت میگه که با این شرایط ما موافق هستی، میگی بله. یکی عکسی من بهتون نشون میدم، ولی شما سعی کنید که بیشتر دقت کنید ببینید به چه چیزایی بله میگید. این استارتو، اینم اینو، اینم این، اینجا گذاشتم agreement، بذارید ببینم که بله، این سیستمی که من دارم، من با فری میک ویدیو از چیز میگیرم، از یوتیوب و اینها ضبط میکنم. امروز کار نمیکرد، گفتیم خب اب نداره، میریم با چی میگیریم؟ یه پروگرام دیگه ای، با فایرفاکس. رفتیم فایرفاکس، گفت که اون ماسماسکمون کار نمیکنه. گفتیم باشه، آمدیم اینجا، گفت این پروگرام این کار رو انجام میده. همچین که گفتم خب حالا برامون این ویدیو رو دانلود کن، ببینید نوشت چی. میگه که میخوای ویدیو دانلود هلپر رو به سیستمت اضافه کنیم؟ اگه میخوای ما هم این چیزها رو از شما میخوایم که به ما اجازه بدید. اون قرمزها رو من بغلش گذاشتم. Access your data for all websites. میگه بذار ما به تمام اطلاعات رو هر وبسایتی که میری دسترسی پیدا کنی. Exchange messages with program other than Firefox. میگه به تمام پروگرامای دیگه به غیر از Firefox ما بتونیم پیام بفرستیم. Input data to clipboard. clipboard مثل این کاغذایی که میگیری دستون روش یادداشت می‌نویسی. میگه که ما این چیزایی رو که شما به کامپیوترت میدی، ما این دیتا ها، این اینفورمیشن ها، این اطلاعات رو روی کلیپ‌بوردی برای خودمون نگه داریم. Download files and read and modify the browser's download history. ببینیم شما کجا رفتی، چه وبسایتی رو نگاه کردی، چقدر اونجا بودی، چه کار کردی، چی خریدی. حالا داشته باشی. Display notification to you. به ما اجازه بدید که ما چپ و راست هی بهتون نامه بنویسیم و اینها. Access browsers tab. تمام این صفحه های براوزر و سرچ انجین اینا رو ما بتونیم به تبای مختلفش به اصطلاح دسترسی داشته باشیم. Access browsers activity during navigation. در حالی که شما دارید از این صفحه به اون صفحه میری، ما هم بتونیم چه کار کنیم؟ اینا رو ببینیم و نگاه کنیم و اینها. نمیدونم آقای شبستری میگه که یوتیوب برنامه نداره. دیروز و امروز اتفاقا من قراره یه عروسی برم، هم فیلم برداری کنم هم مستقیم رله کنم. با اون دوستمون تو کالیفرنیا داشتیم چیز میکردیم. یوتیوب میگن اون سیستم جدید بیتا، یا بعضیا بتا میگن، گذاشتن برای لایو، این سیستم کار نمیکنه. من الان اینجا یه بار دیگه امتحان میکنم. نه، ما داریم استریم میکنیم، اینجا هم ستینگمون درسته. بعضی وقتا شما یه دونه چیز باید بکنی، یه ریفرش. بذارید من حالا بیارم ببینم هست. به شما الکی نگیم هی برو ریفرش کن ببینیم صفحه ما کار میکنه، بعدن به شما بگیم. اگه کارم نمیکنه، حقیقتش من دیگه حین برنامه ها اصلا نه حوصله شو دارم نه توانش رو دارم. و خب دیگه کسایی که روی این سیستما هستن میتونن خیلی جالبه، صدای من میاد ولی داره اون ویدیو رو پخش میکنه که مال آقای ابراهیمی بود. حالا بذارید ببینم چجوری میتونم اونو یه استاپش کنم. اینجوری باید باشه. حالا چی؟ حالا درست شد؟
آقای سوربی، آخه چه به دردش میخوره این اطلاعات ما را داشته باشه؟ نه 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 آقا، این چیزیه که همون دولت ها به شما میگن، میگن مگه شما کاری میکنید که نمیخواین کسی اطلاعات شما رو داشته باشه؟ آقای شبستری خیلی ممنون که شما گفتید. این سیستم OBS که ما استفاده میکنیم، Open Broadcasting، یه انکودر جدیدیه، جدید برای من، که تک تک باید بهش بگی. اون قدیمی بیچاره چقدر ساده کار میکرد برای آدمای پیری مثل من، ولی دیگه اونا سیستم های جدید اینا رو نمیخونه، ما مجبور شدیم حالا بیایم اینجا. این میگه ویدیو رو اینو بردار، اینو بردار، مثل کارگرایی هست که هیچ بلد نیستن، شما رفتی پول لادی آوردیش، ولی شما باید بهش بگی اینو بیل بزن، بریز اینجا، برو لوله آبی رو بیار اینجا، آب بریز، این درخت رو بردار بذار اونجا. یعنی اگه شما بری اینم وای میسه، هیچ کاری نمیکنه. این OBS هم اینجوریه، خیلی پروگرام خوبیه. این جوانایی که گیم بازی میکنن و کامپیوتر و اینا دوستش دارن و واردن، چون اینجوری چی میکنه. ولی برای ماها که من از سال 2003 که تلویزیون مردم رو شروع کردم، اولین انکودری که کار کردم همونی بوده که به شما هم دادم آقای شبستری، و میبینید چقدر ساده بود، چقدر خوب بود، تا باور کنید چند هفته پیش که دیگه هیچ سیستمی قبولش نمیکنه. وقتی پخش میکنیم انگار برای دل خودمون پخش میکنیم، و الان هم از اون داریم استفاده میکنیم برای ضبط پروگرام. در اصل ممنون و متشکرم. میگن نو لایف تیوب جاست تو لیت یو نو. لایف تیوب بود آقا، اذیتمون نکن. شما تا تصویر اون دوستمون رو دیدی متوجه نشدی که صداش صدای من. بذار این سیستم رو بهتون نشون بدم حالا که اینجا هستید. آیا میدانید که ما اینجا چه بدبختی میکشیم تا این برنامه را شما ببینید؟ آیا حمایت کرده اید؟ نه. خب ببین، شما میارمتون روی صفحه 2. این سیستم ما هست که الان چون آمد عکس من شد صفحه این، این داره خودش رو نشون میده. ولی نگاه کنید، من روی این صفحه ببخشید، روی اینجا میرم مردم tv.com رو باز میکنم، میام تو صفحه خودمون، اون صفحه اصلی، و اینجا که نوشته پخش زنده کلیک میکنم، آبرون نره. زنده بفرما، زنده بفرما، زنده. حالا اگر ما خاموشش نکنیم، این تا صبح هی میگه که زنده که زنده. دلیلش هم چیه؟ اونایی که فیزیکشون خوبه میدونن آینه های موازی وقتی که یه عکسی رو نشون میداد همینجوری تکرار میشد تا تصویر به بی نهایت میرسید. آقای مهدی خلوتی، همشهری عزیزمون، به آقای اکبری میگه نوع افکارتون و علاقه ها رو تشخیص میده و در مسائلی مثل انتخابات ازش استفاده میشه. آفرین. این چیزیه که الان فیسبوک، دیروز برید نگاه کنید مصاحبه خود اون صاحبش، مصاحبه مدیرش، مصاحبه هیئت امنا، اون دایرکتوراش، اینا همشون میگن که ما سال 2016 ما اشتباه کردیم، ولی ما تنها نبودیم. یعنی شماها هم اشتباه کردین، شما را هم گول زدن. میگی یه وبسایت، یه شرکت میمده میگفته سیاه‌پوستا حقتون رو خوردن، بیاین بیرون. به سفید پوستا میگفته سفید پوستا، این سیاه پوستا خیلی پررو شدن، بیاین بیرون. به سیاه پوستا و آمریکایی ها میگفته بیاین، این خارجی ها کاراتون از دست گرفتن. به خارجی ها میگو اگه شما نباشین اینا نمیتونن حتی ببخشید کون خودشونم پاک کنن. از اونجا هست که حمله میکنه. به غیر از اون، اینا این سیستما رو وقتی درست کردن همش هم مسئله انتخابات مالیات نبود. مسئله این بود که سوربی امروز یه میکروفون میخواد، تا این داره فکر میکنه اون یکی دیگه یکی میارش میفرسته، اون یکی میفرسته، اون میگه من یه دلارم ارزونتر میدم، اون میگه اگه اینو بخری 10 دلارم از خرید بعدی بهت ارزونتر میدم، و اینا افتادن به جون هم، و بیچاره ما ملت هایی که اسیر اینها هستیم. ساعت 3 بعد از ظهر امروز میریم خلیج فارس و برنامه های گفتار عقل بشر رو نگاه میکنیم. آقای انصاری یه ویدیوی کوتاهی فرستادن، فکر کنم 4-5 دقیقه هست، گفتن این رو به اصطلاح بذارید روی صفحه فیسبوک. وقتی من دانلودش کردم اجازه نداد. حالا بعضی وقتا میدونید شما ویدیوی خود منو میگیری میخوای بخوای برای خود من، امروز
میخواستیم یه ویدیوی برای آقای ایران بومی دیدم، ویدیو قشنگی درست کرده راهنمایی به مردم، ضمناً یه جوری هم مثل تبلیغ بیزینس شونه. ما گفتیم خب ایشون این همه وقت میذاره میاد به ما تو برنامه کمک میکنه، ما هم اینو بذاریم اینجا، حمایت میکنه تلویزیون مردم، ما هم اینو بذاریم اینجا. باور میکنید سه بار هی گذاشتم قبول نمیکرد، میرفت تا 90% وای میساد، هیچی هم بهت نمیگه. آخر کار تماس گرفتم با آقای ایران بومی، گفتم نمیدونم شاید چون من مال شما رو کپی کردم، این میگه بابا این بدون اجازه است، شما یه اوریجینال برای من بفرست تا اینو بفرستم. تا ایشون خواست بفرسته دوباره دیگه از کامپیوتر اونوری چیز کردم و قبول کرد. وقتی قبول کرد 10 دقیقه بعدش برام نوشت که این موزیکی که رو این ویدیو ما قطعش کردیم. گفتم ای پدر سوخته، پس مرضت این بود، خب همون اول میگفتی. خب دوستان عزیز اجازه بدید من یه سلامی از راه دور به خانم فری شوبری از آلانیا، ایشون اونجا هستن، نوشتن که سلام از آلانیا و ما هم به شما سلام میکنیم. احتمالاً اون برنامه جینی هوکا و اینها رو درست کردید و ردیف کردید و رفتید اونجا، هر جای دنیا که هستید بهتون امیدوارم خوش بگذره. عکس ها رو دیدم، چه منظره زیبایی، چه کافی ترکه، چی بهش میگن، کافی ترکی یا کافی ترک، کافی خلاصه همچین بود که من برای شما نوشتم اینجا من دارم بوشو حس میکنم. دیدم عکسایی که تو خیابونم میفروشن، تو شن روسینی و اینا میذارن، خیلی جالبه. خب سلام، باز ترامپ گفت ملت تروریست. آقا ترامپ آدم بوشو نیست، ترامپ اگه آدم میشد، میدونی شما تا حالا، من 34 سال تو این مملکت هستم، نه 32 ساله، از 86 تا 32 سال تو این مملکتم، 34 سال از ایران بیرونم. اولین کسی که دیدم عکسشو روی کاغذ توالت انداختن اوساما بن لادن بود، یعنی منفورترین تروریست. اینا به خودشون اجازه دادن که عکسش رو بندازن روی کاغذ توالت که مردم میمالن به کجاشون؟ به پیشونیشون نمیمالن، میمالن به ماتحتشون، ولی هیچ وقت ندیدم بسازنش، فقط تو فیسبوک و اینها درست شد. ولی ترامپ، کاغذ توالتی که عکس ترامپه و اینجوری داره ماچ میکنه، یعنی ببخشید کون مردم رو ماچ میکنه که بهش رأی بدن، مردم هم میخرن باهاش ماتحت خودشون رو تمیز میکنن. حالا نوشتم برای یکی از دوستان که این عکس رو فرستاده که چیز کن و اون عکس هم برای من بفرست. اولا این عکس رو نگاه کنید، نوشته که توی نیوزلند یک آقایی این بروس رو درست کرده که این کامرای دو نگاه کنید، این بروس هایی که باهاش توالت پاک میکنن، که برم عکس از نزدیک بهتون نشون بدم، سلکت ایریا، این توالت فرنگیه، این سر ترامپ، این موهاش، و با این، اینم بروس دسته، بروس و پاش و اینا، با این توالت تمیز میکنن. نوشته قیمتش $13.95 و نوشته که سولد اوت، یعنی انقدر مردم خریدن که سولد اوت شده. ممنونم آقای خوشنودی عزیز که اینو فرستاده بود، بهش گفتم که اون کاغذ توالتی هم که به اصطلاح عکس ترامپ رو گذاشتن اون رو هم بفرستید، تبلیغش رو گذاشته بود و توی یوتیوب هم نشون میداد که این حاضر شده هر کی میخواد اوردر بده و بخره. دونالد ترامپ ارسال شد، کجا ارسال شد؟ اینجا نیست هنوز عزیزم. بله بذار ببینم، من اینجا فقط هنوز اون همین مال دونالد ترامپ دیدم بالاش، بله 1.89 فری شیپینگ، اینو تو ای بی گذاشتن، میدونید یعنی یه کارخونه درست کرده داده به ای بی، ای بی هم که میدونید صاحبش آقای امید پیر یا پیر امیدیا، مادرش فرانسویه پدرش ایرانیه، این سالها پیش خانمش یه فرشی میخواست بفروشه، این به فکرش رسید که ما این فرش رو بذاریم رو اینترنت. این تولد ای بی بود، ای بی که بعدن برای تولد باباش، برای تولد پدرش 29 میلیون دلار مثل که رفته بود یه چیزی خریده بود و اینها بمانه. این
دستمال کاغذی یا کاغذ توالت، دستمال کاغذی هم نیست، 1.89. اینجا میبینید عکسای مختلف، حالا هر کی دوست داره آقای ترامپ ما تحتشو ببوسه میتونه این کار انجام بده، بخرید اوردر بدید و توی توالت هم با ترامپ باشید، اونجا هم یعنی شما رو تنها نمیذاره. باور کنید من صبح که تلویزیون رو روشن میکنم میبینم این مردک داره صحبت میکنه، شب که میخوایم تلویزیون رو خاموش کنیم میبینم همشون دارن راجع به این مردک صحبت میکنن، یعنی همه رو دیوونه کرده، به حدی مردم رو دیوونه کرده که همه بی تفاوت شدن، میگن آقا ولش کن چیکار کن. و اما درباره این دوستمون که از خلیج فارس اون روز یک چیزی فرستاده بود، قطع شعری بود که درخت بید به درخت گردو گفت آوی تو نمیدونم اینجوری هستی، تا چوبتو میکنن منبر، اون گفت تو چوبتو میکنن میله چوب اعدام و اینها، بعد اون گفت اگه تو رو منبر کار درست بود مردم کارشون به این نمیرسید. من گفتم این شعرها چیه؟ معمولا تو موسیقی میگن آنجا که زبان از گفتن باز میماند زبان موسیقی آغاز میشه یا موسیقی آغاز میشود، ولی این شعر من فکر میکنم وقتی که ماها از منطق یا صحبت معمولی کم میاریم دست به دامن شعر و ضرب المثل میشیم. دیدید اون آقای ولایتی، برید نگاه کنید وقتی که مصاحبه باش میکنن میگه حافظ فرمود، مردی که شعره هم بلد نیست، دوباره یه نصفه دو سه جمله که میگه دوباره یادش میاد دو کلمش میگه، بعد به گوینده میگه حالا شما بگو، اون گوینده بلد نیست، میگه که نه این شعر از زبان شما شنیدن خوش است، یعنی برو مردی که پدر سوخته. من اگه میخواستم شعر حافظ رو بگم اول میرفتم چه کار میکردم؟ مینوشتمش، میخوندمش، یاد میگرفتم، بعد میمدم میگفتم. بمانه این دوست ما وقتی که من این شعر رو خوندم به شماها گفتم یعنی چی؟ حالا درخت گردو به درخت بید، این به این گفت، به حال من و توی بیچاره چه فرقی کرد؟ این گردو و منبر و دار از کی تا حالا بوده؟ از کی تا حالا بوده؟ بابا زمان شاه میدان اعدام داشتیم. مادر بزرگ من تعریف میکرد بچه لبه آب کیه اینجا، میگفت که میغضب میاورد توی این لونگ آلت مثلا قطع شده یه نفر رو اینجوری نشون مردم میداد که به اصطلاح پند بگیرن، چی میگن زهر چشم که نمیشه بگن، نسق بگیرن، یعنی بترسونن مردم رو که ببینید شما هم اگه رفتید مثلا یه کار اینجوری خطا کردین دستتون قطع میشه، پاتون قطع میشه. مادر بزرگ من دوره خمینی اینا زنده نبود، این مال دوره شاه و حالا احتمالاً پدر شاه بوده دیگه، کدومش بوده نمیدونم، میرغضب، جلاد، دست بزن، دست قطع کن، فلک کن، تو مدرسه ها بی مروتا اینقدر به هم دروغ نگین که خانم آذر از ایران فکر کنه ایران گلستان بوده در دوره شاه. چقدر کف دستی ما خوردیم، چقدر تو گوشی خوردیم، چقدر تا اومدیم نخوریم یه تکونی هم بهمون لغت هم زدن. انصاف داشته باشید، حقیقت رو بگید، بگید بله شاه آزادی سیاسی نداده بود به مردم، آزادی اجتماعی داده بود، اونم به اشتباه همچی آزادی داده بود که دیگه از کشورهای دیگه زده بودیم جلوتر، با سر رفتیم تو دره. یعنی شما فکر کنید یه ماشین قرازه ای رو بندازن توی جاده ای همه دارن 300 میرن، اینم بگه خب منم 300 میرم، خب 300 که میره اونا ترمز دارن، اونا ABS دارن، آنتی نمیدونم فلان دارن، تو بدبخت چی داری؟ هی بگو یا حضرت عباس با سرم برو تو دره. این بود. بله اگر آخوندا اینقدر غیرت داشتن واقعا و به مردم دروغ نگفته بودن هیچ کس الان جرأت نمیکرد اسم شاه و زمان شاه رو بیاره. چیزی که هست اینا اینقدر پدرسوخته، دروغگو، قاتل، جانی هستن که مردم میگن صد رحمت به کفندوز اولی. ولی سوال همیشه باقیه، آیا کفندوز دیدن خوبه؟ نه. حالا شما به کفندوز اولی تو قبر پدرم نمیرید، اینا تو قبر پدرم میرینن. آقا اگه کفن رو بیان بدزدن دیگه حالا تو قبر پدرمونم برینن چه فرقی میکنه؟ خیلی سخت نگیرید، خب درس عبرت بگیرن. بله خیلی ممنون. آقای زمانیان میگه که این کارو میکردن که دیگران از این کار، از این به اصطلاح چی میگن جرمی که مرتکب شده یا حکمی که انجام شده درس
عبرت بگیرن. البته برای اینکه آخوند شادکن نباشه، مدیون آزادی بیان آمریکا هم هستم که باید ذکر بشه. درست میگی، کاملا درست میگی، ولی یادت باشه این ترامپ داره اینا رو محدود میکنه. این دوست ما آقای سهراب چمنارا یه ویدیوی فرستاده، نوشته من یه مصاحبه کردم توی رادیویی و شماها اگه میخواید برید اونجا مصاحبه کنید، دفعه اولش مجانیه، از دفعات بعد $100. بعد نوشتن اگرم کسانی هستن شناخته شده هستن، دفعه اولم مجانی نیست، $100. برید نگاه کنید ویدیوهای اینها رو، 18 تا 20 تا. تازه با این همه که آقای شمنارا زور میزنه برای این و اون میفرسه و اینا، 40 تا 50 تا ممکنه دیدن داشته باشه. من یادمه همسر من یه دفعه گفت که ببین، یکی از دلایلی که تو وقتی صحبت میکنی مردم قدرتو نمیدونن و نرخ این تلویزیونت، اگه نرخشو ببری بالا اون وقت همه میان دنبالش. اینو شما داشته باشید. نمیدونم حالا چون فردا اینجا تانکسگیوینگ هست، دهی از شماها احتمالاً سلیقه و ذوق و هنر آشپزی رو دارید. من الحمدلله تو این قسمت مثل چیزای دیگه بی هنره. یه چیزی هست بهش میگن something potato، یعنی سیب زمینی رو تو جاهای صنعتی وقتی میخوان بپزن اینا، پوستشو نازک که نمیگیرن که، پوستو کلوف میگیرن اینها. بعد یه نفر دیده آقا این پوسا یه مقداری هم باهاش سیب زمینی دور ریز میشه، ضمناً خود این پوست هست که بیشترین فایبر رو داره، گفته آقا اینا رو دوباره میشوریم، بعد چیز میکنیم، تیک تیک میکنیم، بعد میچسبونیم و هم میندازن، یه چیزی میندازن توی روغن مثل کوفته گنجشکی، شیرازی ها میگن، یا کوفته هلو اینقدر. و این میگه وقتی ما اینو شروع کردیم، درست کردیم، دادیم، فروختیم به بازار، مردم نمیخریدن. میدونید چرا؟ قیمتش کم بوده. میگه یه نفر آوردیم که مارکتینگ میکنن، میرن یه نفر میان آقا ما چه کاری رو انجام میدیم که غلطه. طرف نشسته نگاه کرده و اینا، گفته آقا این قیمت شما باید ببرید بالا. گفتن آقا تو دیوونه ای، ما ارزون میدیم مردم نمیخرن. گفته ببین قیمت شما باید ببرید بالا. قیمت رو بردن بالا، الان شده یکی از چیزای اصلی بغل ترکی. اگه کسی میدونه چه برای من بفرسه، یه چیزای پوتیتو یا سیب زمینی، اون قسمت اولش که فرنچ فرایز و اینا میکنن، اون هیچی، اینایی رو که میخوان دور بریزن اینا رو خرد میکنن، دوباره میچسبونن به هم، توی روغن فراید میکنن، میفروشن. اسمش الان یادم رفته. اینم از این ماجرا. و خبر خوب، حتما شنیدید که هر سال آمریکایی‌ها تانکسگیوینگ که میاد میرن مهمونی، بعد یه دو سه روز بعدش هم این خوراک مونده ها رو میخورن. الان یه چیز دیگه هم شروع کردن، فرندز گیوینگ، یا یه چیزی که دور هم جمع بشن. بعد میرسن به کریسمس، باز دو سه روز پارتی، یه روز مهمونی سر کارشونه، یه روز مهمونی اداره خانمشه، یه روز مهمونی خانواده خودش و اینها. همه ژانویه که میاد سال نو، مهمونی سال نو هم هست، کریسمس سال نو 3 تا مهمونی، یعنی شروع میشه با اون یکی 4 تا مهمونی. اون یکی چی بود که شکلات و اینا میخورن؟ هالووین. بعدش میشه تانکسگیوینگ، روز شکرگزاری، ناخنهای منم بودند. بعدش میشه کریسمس، بعدش میشه سال نو، همه میخورن و مست میکنن. صبح سال نو که بلند میشن، از همدیگه میپرسن What's your new resolution؟ خود سولوشن یعنی راه، حل، چاره. رزولوشن یعنی اون سولوشنمون به درد نمیخورد، ما ری سولوشن داریم، دوباره میاد. خلاصه تصمیمت چیه؟ میگه میخوام وزن کم کنم. امسال گفتن اصلا نگران نباشید، چون یه سری از این بوغلمون ها، از این آخه این مرضا رو من نمیدونم، یکیش ایبال نمیدونم اسمش، نمیدونم، از این مرضایی که مسموم شده هست، یه سری هم کاهوها، اونا هم از این به اصطلاح بیماری هایی که از کود و اینا میگیرن. بعد گفت امسال اولین سالی خواهد بود که احتمالاً بیش از 50% از شما وزن که اضافه نمی کنید، هیچ وزن هم کم می کنید. چرا؟ اسهال و تهوع. تهوع میگن وقتی حالش به هم میخوره. بله، خلاصه اینم خبر بعدی که خبر خوبیه. خب ببینیم که
دوستی که از کجا زنگ زده؟ 503. این پیام ایشون رو من بذارم، نمیدونم راجع به چی بود که گفتم بذارم دیگران هم بشنوند این رو. خب 503 این پیام. ممنونم از این دوستمون و بفرمایین. Not now. 16 ثانیه است. سلام آقای سردی، شما در تماشاتون فرمودین این چیه که مثل شونه میمونه علف های اضافی زیر درخت رو جمع میکنن، در ایران بهش میگن شنکش. خیلی ممنون. شنکش، خیلی ممنون. دو نوعه، اونی که شما میگی شنکش اینقدره، چیزاش کوچیکه. میدونم اینجا وقتی یک کسی یک جایی کار ساختمونی میکنه و اینا، با اینا شنا رو ردیف میکنه، صاف میکنه. اونی که من میگم چیزاش بلندتر و نازکتر، هی هم میشکنه، هر سال باید یکی بشکنی بری یکی دیگه بخری، که باهاش برگ جمع میکنن، رک میکنن، که آقای ترامپ گفته و مردم هم شروع کردن مسخرش کردن. در صورت ممنونم که اینقدر توجه کردید، بیشتر ممنونم که وقت گذاشتید، زنگ زدید. و اما پیام دوستمون که جواب این ماجرای درخت گردو و اینها رو گفته بود، نوشتن پاسخ به شما پیرامون دو بیتی شهریار. بشنویم. این خودشون هم نوشتن به اصطلاح این خارج از بحثه، و یعنی شما بخلاف به عنوان یه بیننده حق دارید، حالا درسته که یه قسمتی برنامه گذار هستید، ولی از این طرف حق دارید که نظراتتون رو بگید، مخصوصا چون من از شما خواهش کردم. بفهم. سلام به آقای سربی و بینندگان و شنوندگان محترم. در برنامه روز دوشنبه گذشته شما دو بیتی را از شادروان شهریار خواندید که من فرستاده بودم. اشتباهم این بود که ننوشتم این را دریافت کرده و چون خوشم آمد برای شما فرستادم. خوش آمدن به معنی موافقت و یا مخالفت نیست. شخصا هر چی به دستم میرسد میخوانم و از آن به مقداری استفاده کرده و دانش میآموزم. من همینجا با شما درباره این همینجا با شما مخالفم. معمولا ما از چیزایی که باهاش موافقیم خوشمون میاد، حالا نظر دوستان چی باشه نمیدونم، ولی شما میگید لزوماً وقتی خوشم اومده و فرستاده معنیش این نیست که موافقم، ولی حالا توضیح میدید. بفرمایید. دو بیت و شرح چوب و منبر و اعدام سخنی بگویم. خارج از دستور پاسخ میدهم و برنامه گفتار عقل بشر را قطع نمی کنم. اندرزها و انتقادهای اجتماعی که به شکل شعر منتشر میشوند بهتر و آسانتر در مغزها میمانند، جاویدان گشته و به نسلهای بعد میرسند. گفته شما درست است که این همه اندرز برای ما مفید نبوده. علتش فرار کردن از دانش و اندیشیدن و تنبلی خود انسان است. علت دیگر ناشایستگی حکمرانان است که با انتشار نادانی مبارزه نکرده و نگه داشتن انسانها در تنبلی و فرار از آموختن را تشویق میکرده و میکنند تا بیشتر و ساده تر از گرده های نادانان سواری بکشند. از طرف دیگر مرده پرستی که در بیشعوری ما انباشته شده سبب بزرگ داشت از گذشتگان و سخنان و گفتارشان می شود. اگر من بگویم آن شخص زنده چنین می گوید برای شنونده بی‌معنی است. اما وقتی مرده و مشهور باشد بیشعوری عقل بشر آن را بهتر و آسانتر قبول کرده و تأیید می کند. فرهنگی غلط و ناتوان در سنجش و قدردانی از زندگان با آنچه در دست داریم که گریبانگیرمان شده و دست بردار نیست. آقای شهریار به طور غیر مستقیم از منبر آخوند انتقاد کرده سخنانی که شما مستقیما بیان می نمایید. نبودن آزادی برای شاعر مانند آنچه شما از آن برخوردار هستید سبب این غیر مستقیم اظهار نظر کردن است. انتقاد منفی و غیر مستقیم توسط روشنفکران در فرهنگ ما بسیار است. آنها تا آنجا که توانستند برای بهبودی وضع انسان اظهار نظر کردند. بیان نظر به طور غیر مستقیم و انتقاد از اوضاع در داستانها نیز یافت می شود که کلیله و دنه شاهکارش است. آیا می شود گفت میمون حرف نمی زند و روباه آواز نمی خواند پس کلیله و دنه بی فایده و غلط است؟
شایعه چوب چنار و گردو را شادروان شهریار بهانه قرار داده و از بیهودگی کار آخوندها طی قرنها انتقاد کرده. آیا این کار شاعر اشتباه است؟ بله. اگر از آن استفاده نکنیم، دست کم می‌دانیم که اوضاع همانطور که بوده باقی مانده و بنا به گفته تکراریتان اوضاعمان خیلی خرابه. این گفته یک خبر و تأکید بر یک ریشه کج در رفتار و کردار و پندار ماست. مخالفت شما و دیگران و تشویق شما به اظهار نقاط خلاف یک گام در راه درست روی است. موفق باشید. اجازه بدین آمریکایی‌ها میگن with all due respect با شما مخالفت کنم، با کمال در کمال احترام با شما مخالفت کنم. چند سال از گفته شهریار میگذره؟ چند سال از کلیلو دم نمیگذره یا کلیلو دم نمیگذره؟ چه تأثیری در ما ایرانیا شما میبینی؟ داستان این چیه که مال آمریکایی هم خیلی معروفه، انیمال بگین، فیلمش هم ساختن و اینها، مزرعه حیوانات، انیمال فارم میسازن، نگاه میکنین، میرین، چه تأثیری گذاشت رو؟ من نمیدونم. خب شاید گفتم این اشکال سر این خودکار قرمزه که من از 16 سالگی دادن دستم و ولکنش نیستم. خب شما گفتید که بیشتر و بهتر در مغز میماند، یعنی من هر روز این ماجرای منبر و ماجرای چوب اعدام و درخت بید و یا درخت چنار و درخت گردو تو مغزم مونده؟ نه، تموم که شد میریم سراغ کارمون. اوضاعمون خیلی خرابه دیگه، بین المللی شد، ولی هیچ کدامتون درست نمیگی کارمون خیلی خرابه. بابا 5 سال طول کشید، از سال 1998 و 5 تا رادیو تلویزیون عوض کردم تا رسیدم که کارمون خیلی خرابه. یه آقای هست به نام ایرج، خدا کنه هنوز زنده باشه و بهتر از اون سلامت باشه، این به من گفت آقا این جمله شما رو که اینقدر کوتاه مفید مختصر هست باید با طلا بنویسیم. اینم مثل همون ماجراها، همین کارمون خیلی خرابه، فکر کنیم چرا اینجوری هستیم، چرا کارمون خیلی خرابه، چرا شعری رو که زمان نمیدونم کلیل و دمنه گفتن امروز هم کار میکنه تو حالت مملکت ما، چرا شعری رو که ملک و شعرهای بهار گفته، چرا شعری رو که ایرج میرزا گفته، چرا شعری رو که فردوسی گفته امروز هم کار میکنه؟ برای که ما ملتی هستیم که پویا نبودیم، در جا زدیم، این شعر گفته ما همینجا موندیم. اگه ما اومده بودیم جلو، حالا این شعره رو که نگاه میکنیم اولا باید نمیتونستیم بخونیمش. دیدید این انگلیسی ها آمریکایی ها شکسپیر وقتی میخونن اصلا یعنی نمیتونن بخونن. برای چی؟ برای ما 400 سال پیشه، حالا ما مال 1000 سال پیشه، تازه میگیم ببین چقدر خوب بوده، ما میخوایم برگردیم اونجا، عجیب به که نمیدونم عرب به من فلان کنه. آقا عرب کرد و رفت، الان خودت داری به خودت میکنی بیچاره. بله اوضاعمون خیلی خرابه، کارمون خیلی خرابه و باید یک کاری براش انجام بدهیم. بریم سراغ این نوشته ها ببینیم که چی هست، کجا هست. و میگه که ترکی اتکس ترامپس کامیک، این ترامپ میترسید بره نزدیک این بوقلمونه، هی اینجوری میکرد که نکنه. آخه این خیلی آدم ترسویه، این تو عمرش یه روز برای یه نفر نرفته کار کنه، با باباش با پول زیاد، بعدم چون ضرر و زیان و اینها دیده از این را به جایی نمیرسه، با تقلب، با پدرسوختگی، با ظلم و ستم به کارگرا، به کانترکتورا، کازینو درست کن پول نده، نمیدونم برو کتاب چاپ کن پولشون نده، نویسنده بیار به جای خودت کتاب بنویسه پولشون نده، همینجوری رسیده به 72. یعنی حاصل زندگی این که تازه تلاش میکنه با اعداد و ارقام زیاد نشون بده که بله من آنم که منم، هیچی نیست، هیچ قدمی تو زندگیش پیش نبرده. شما نگاه کنید هر کدوم از ماها مهاجرا رو نگاه کنید. یه دوستی داشتم گفت من اومدم اینجا
روز دوم سوم من رو بردن توی هتلی توی رستورانی، گفتن بشین حالا که صحبت از پوتیتو میکنیم، بشین پوتیتو سیب زمینی پوست بکن. گفت من نشستم اینجوری یواش یواش خیلی اینا رو میخواستم چیزاشو بگیرم، چی میگن به این جایی که مثل سوراخ داره اینجوری با نوکش میگیرم. گفت من یکی که تمیز میکردم اون یکی مثلا 10 تا تمیز میکرد. گفت بهم گفتن، گفت خودم هم خجالت کشیدم، اونا هم بهم گفتن آقا برای تو برای این کار نیستی. ولی همین آقا بعدن موفق، بچه هاش دانشگاه رفته، زندگی دار، خونه دار، بیزینس دار. حالا این ترامپ چه کار کرده؟ میگه من یه 10 میلیون دلاری از بابام گرفتم که دروغ میگه. بابای این از 3 سالگی پول میریخته به حسابش برای که کلک بزنه به مالیات، به شرکت مالیات. این وقتی 8 سالش بوده میلیونر بوده، 8 سالش که بوده میلیونر بود. یعنی شما فقط نگاه نکنید آقا رضا پهلوی وقتی 16-17 سالش بود انقلاب شد اینجا 62 میلیون پول داشت. اینم مثل این. و جالبه اینایی که انقدر پول دارن اینجوری میشه، نیازی نمیبینن برن دنبالش. اونی که یه سیب زمینی پوست کندید آقا، اینی که 10 تا سیب زمینی پوست میکنه این کارو بهتر انجام میده، پس من بلندشم برم دنبال یه کار دیگه. رفت دنبال یه کار دیگه، سرما گرما سوار قطار شد از این شهر به اون شهر، زندگیشو چرخون، اون موفقه، امروز افتخار میکنه. و الا این باید خجالت بکشه. و میبینید قیافشو نگاه کنید جدیدن، دو تا چشم سفید، برای که این از آفتاب و از خورشید و از مهتاب و اینا میترسه، از طبیعت هم میترسه، بیرون نمیره، همش میره میخوابه زیر این دستگاه ها، خودشو قهوه‌ای میکنه، فکر میکنه حالا مثلا ویتامین د بدنش چیز شد. وزنش هم که به دروغ گفت 239 پونده، میگن آقا این 300 هم بالا هست، دروغ میگه این مردک، همه زندگیش دروغ. اون وقت بیچاره یه عده‌ای که دنبال اینه، اونا چه آدمای ساده لوی هستن. البته یادتون باشه شارلاتان ها چی میگم، آدم های خیلی چی رو هم کلک میزنن. اصلا هنر شارلاتانیزم اینه که میتونه افراد رو فریب بده. و اینا توی اون قسمت گول دوستای ما میزنن که میبینی بابا طرف اصلا دکتره، طرف مهندسه، اصلا حالا دکتر مهندس تو سر خودشون بخوره، نمیدونم دیپلم فوق دیپلم لیسانس، باز گول اینو خورده. باز نشسته میگم خانمه به من زنگ زده میگه بریم اونجا، میگم شما که میگی من هفته پیش اونجا بودم، آمد از اون پنجره نگاه کرد، حالا میخوای بری چی بگی؟ دوستمون هست همینجا، بیزینس موفقی هم داره. میگه خب میخوایم بریم بگیم که بیا به ایران حمله کن. میگم این که هر روز میگی من میخوام حمله کنم، ولی یادتون باشه آقای حیف آقا این محمد بن سلمان که من میگم more bullshit MBS، این دیگه CIA آمده با نوارایی که بوده و شنودایی که بوده و این ور اونور گفته آقا اینها، این ثابت شده که این اینا رو فرستاده، دستور بیارش اینجا هم نبوده. ولی شما یکی میخوای بیاری اینجا دیگه چرا اره و دوای بیهوشی و این چیزا بمانه. بعد به این که میگن، میگه که حالا شایدم همچین کاری کرده باشه، شادم نکرده باشه، ولی اگرم کرده باشه برای من پول مهمه. این 400 میلیون تا چند روز پیش میگفت 100 میلیون گفتن آقا این دروغه، 5 میلیون اینم تازه پرپوزال یعنی پیشنهادشو نوشتن اجرا، میگفت نه به داره نه به باره، برای قالی بافی میگفتن اینو، نه به باره نه به داره، یه همچین چیزی. یعنی کسی که مثلا میره بازار به طرف میگه آقا من یه قالی 12 متری دارم میبافم، شما چند میدید؟ طرف میگه چی؟ میگه حالا فعلا نخواهشو دارن، فکر کنم یه داستان اینجوری. اینم همینجور. ولی ماجرا به این سادگی نیست. حالا این میلر فسفس میکنه بیاد بیرون، ببینیم این چی کار کرده که انقدر به این عربستان و راشا و اینها مثل سگ میترسه از اینا. طرف دیروز تو تلویزیون میگه آقا اگر ما عربستان رو حمایت نکرده بودیم الان عربستان هم دست عراق بود، به جایی که حالا ما طلبکارشون باشیم اونا طلبکار ما هستن. میگه اونا به پرزیدنت ما میگن چه کار کن. یکی از شماها اگه میدونید بیان به ما بگید ببینیم منطق تو سر شما چی هست که فکر میکنید این واقعا برای آمریکا داره کار میکنه. در صورت اینم از این ماجرا. خب ببینیم کجا هستیم. ترامپ ویتاین شارلاتانی داره، من نمیفهمم ویتاین باید
شغل کاسبی باشه و مردم پولت ندن تا متوجه بشی کارمون خیلی 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 خرابه. دونالد ترامپ بار دیگر ما را تروریست خوان. اینو خانم زهره دادور نوشته. باز هم ترامپ خود را نشان داد. بنمود یکی دیوانه. ایشون هم باشه شعری نوشته و اینها روی فیسبوک هست. ببینید. باز هم ترامپ خود را نشان داد. ثابت همون جانی با خلق ما بیگانه است. خلق را تروریست خواند و باز این مردک دزد و دغل قافل. هاش نوشته شما رو من فکرم شعره. در هر صورت تجربه بله. آخه وقتی اشتباه می‌نویسی فوری پاکش کن دوباره درست بنویس و من اینجا نشستم می‌بینید که من الان حواسم این وره، بعد از مثلا 10 دقیقه نگاه این ور می‌کنم نوشتایی رو که می‌خونم ممکنه مال 5 دقیقه پیش 10 دقیقه پیش باشه که نمی‌فهمم چه باید کرد. شما نمی‌دونم سربازی رفتید تیراندازی کردید یا نه. بعضی وقتا ما میرفتیم مثلا تیراندازی میدیدیم آقا این سیبل مقابل یا هدف مقابل رو اینجا تارگت هم میگن، ما مثلا 5 تا تیر بهمون داده بودن، حالا با M1 بود یا با G3 بود، اینها کلت که اصلا خیلی نزدیکتر میری تیراندازی میکنی. بعد میرفتیم میدیدیم آقا یه عده‌ای درست این وسط زدن، بعد به شوخی میگفتن که اگه میخوای تیرانداز خوبی باشی نمره خوبی بگیری اول شلیک کن بعد برو دورش خط بکش. این دوستان کمپوزیسیون ما هم اینجوری هم. از جبهه ملی گرفته، از نمیدونم فرش گردان گرفته، فرش گردان گرفته، اوزای خندان گرفته، اینا وای میسن یه اتفاقی که میفته بعد میگن آها دیدید اون روز من با خانم محبوبی مصاحبه داشتم، حتما ببینید مصاحبه ایشون رو. گفتم نظر شما راجع به این که هر جا هر اتفاقی میفته مجاهدین بعد از اتفاق میاد میگه ما از ما بود، گفت ایشون گفت که اینا دزدی دارن میکنن و این دزدی ها باعث میشه که مردم برگردن خونه و الا راننده کامیون آمده برای جاده خطرناک اعتصاب کرده. چرا جاده خطرناکه؟ چون ماشینش سیف نیست، لاستیک نداره، اونم تو ایران که ماشین 10 تن می‌خریدن 24 تن بار می‌زدن روش، ماشین 3 تن می‌خریدن فنرش بزرگ می‌کردن لاستیکش بزرگ می‌کردن 12 تن بار می‌زدن، ولوای 3 تن 12 تن بار می‌زدن روش. خب حالا دیگه این لاستیک هم نداشته باشه، ترمز هم که نداره چون این بار برای این ترمز ساخته نشده. جاده اون هم که چقدر امن بود، یعنی چقدر مهندسی ساخته شده بود. خب اینا میان اعتصاب می‌کنن. خانم مریم رجبی در اوورسوزاس فرانسه هی جراحی پلاستیک جراحی پلاستیک، بعد میاد میگه اینا از ما اومدن بیرون. خب آخوندم میگیره اینا رو میگه اینها بیا نگاه کن عکس شما رو انداختن جلو ماشینت وایسادی بیا برو زندان فعلا. وقتی رفت زندان حالا تازه دردسر این دوستان شروع میشه که برن یکی یکی اینا رو بیارن بیرون. اونا صد صد تا میگیرن، اینا یکی یکی اگر بیاد بیرون. دیروز یه دوستی به من زنگ زد از هلند، این دوست ما آقای سیاوش عرب، قبلا من دیده بودم چیزایی که می‌نویسه خیلی عجیب غریبه. بعد بعضیا میگن که دیوونه شده، بعد حتی خانواده‌اش میگن که این به خاطری که توی سازمان مجاهدین بوده بعدم تنها بوده و اینها، ولی این میگه که نه جمهوری اسلامی و دولت هلند و اینها. به من تماس گرفته که آقا شما قرار بود با من برنامه داشته باشی. گفتم والا برنامه من منظور رو نمیفهمم، اگه برنامه تلویزیونی میگی شما هم قرار بود پول بفرستی بیا یه ساعت نیم ساعت صحبت کنی، بعد پول نفرستادی. نوشته خودشو براش فرستادم که نوشته بود از چه طریقی من میتونم پول ارسال کنم. ما گفتیم از طریق چک، از طریق بانک، از طریق مانی اوردر، از طریق پست، از طریق پیپال، از طریق وسترن یونیون، از طریق مانی اوردر. گفت اوکی. بعد رفتی دیگه پیدات نشد. من که دیگه اینو میام هر روز زنگ بزنم قربون صدقت کنم و بگم کجایی حالت چطوره، اون میگه آقا نگاه کن یالا منتظر 100 دلار منه، اول پرس من شده. بعدم براش نوشتم من شیرازی هستم، یه جایی دیدم توی یک از این عکاسخونه ها نوشته بود، نه فکر کنم توی این نوشته های دوستان بود خدا وکیلی، چون من عکاسخونه تو شیراز یه عکاسی کارون بود یا کاروان توی گودربان یا دروشیخ بود که عکس پسرمه منم زده بود اونجا، منم رفتم عکس گرفتم برای ششم، اونجا هم یه کراواتی برامون بس یقمونم اینجوری.
بعد عکس که گرفتم که ما هم نفهمیدیم که، بعد همیشه وقت من این عکس میدیدم خواستم بگم یه روز من برم به این آقای، همه هم میدونیم به عکاسا، مثلا اگه عکاسی کاروان بود میگفتن آقای کاروان، خواستم بگم آقای کاروان تو که این افسار کراوات رو بستی به یقه من، من که خودمو نمیدیدم، تو از تو اون سوراخ نگاه کردی نباید ببینی یقه ما چروکه. حالا یه روز فرصت کنم اون عکس رو بهتون نشون میدم. بمانه میگن عکاسیا مثل حمومی ها هست که میگی گرداری امانتی موجود به سپار به من به وقت ورود، گر ندادی و شد مفقود بند مسئول آن نخواهم بود. عکاسی میگه هر که پولی داد ما عکسی انداختیم، از شما دادن از ما انداختن. گفتم آقا خب شما ندادی دیگه. بعد گفت کلی خندیدم این چیزا رو که دیدم، گفتیم خب حالا همین که شاد شدی، آها ایشون رفته چیز چی میگن روزه سیاسی میگیرن، اعتصاب قضا. گفتم آخه مرد مؤمن اعتصاب قضا میکنی برای کسی که خودت داری میگی اینا میخوان من ضعیف بشم؟ گفتم من اونایی هم که تو ایران هستن بهشون میگم این اعتصاب قضای شما بی خوده، شما دارید در جهت به اصطلاح لطف میکنید به آخوندا. اون ویدیویی که گفتم ببینیم یکی دو دقیقه شو، بعد من تلاش میکنم روی فیسبوک بذارم، ایشون آقای انصاری در رابطه با تنکسگیوینگ یا روز شکرگزاری فکر کنم این ویدیو رو فرستادن و ببینیم چیه. اسم آقای انصاری همین جوری که اینجا میبینید نوشته احمد علی مسعود، دو تا اسم مسعود انصاری تایپ کنید، ویدیوهای بسیاری از سال 2003 تا حالا هست، با هم بشنویم. بعد 3 دقیقه دیگه هم میریم سراغ دوستمون خلیج فارس، برنامه و گفتگوی عقل بشر. بفرمایید. برای من تکرار کنید. گفتم میخواستم ببینید از دید من که خدا رو میشناسم و از دید من که به خدا باور دارم و خداوند همه چیز زندگی منه و جلوی آمریکا و روسیه و انگلیس و فرخانوم و آقای هویدا و آقای علم و در تمام زندگیم جلو همه وایستادم و خداوند من رو حفظ کرده و خدا رو دیدم. حالا من میگم وقتی که این مصاحبه خانم فلاچی رو با شاه خوندم تازه فهمیدم چرا شاه من رو دوست داشت. چون خیلی چیزهایی که بین من و خدا هست خب با اون چیزی که بین شاه و خدا بود من حالا یه چیزی رو برای تو تعریف میکنم که خرید نگردم برای کسی. من مثلا قبل از اینکه بریم به دبستان، کودکستان که بودم خب می آمدن ما رو مثلا ساعت 4 از در چیز بر می داشتن، از در مدرسه. یه دفعه ساعت 3 به من الهام شد که برو در چیز قایم شد، برو در این خیک‌های بستنی، اون وقتا خیک‌های بزرگ بود بستنی درست میکرد، برو تو اون دوتا خیکی که در اون در کودکستان هست قایم شد. من رفتم قایم شدم و یه ساعت بعد آمدم دیدم همه سر آستیمه دنبال من میگردن و نگو که در ساعت 3 یه عده آمده بودن که من رو بردارن و بدزدن در حقیقت و بعد برن از خانواده من پول بخون. و بعد ساعت 4 که اون فردی که باید می آمد من رو برداره وقتی آمد معلوم شد که اونها فرار کردن رفتن. خب این اتفاق برای من افتاده. من چند سالمه؟ مثلا 5 سالمه، 6 سالمه. خب این من که نمیتونم بگم این نیفتاده که افتاده دیگه. معذرت میخوام حالا این چجوری شده دیگه، خدا خواسته خدا حفظ کرده. حالا من از این مسائل و همونطوری که شاه هم داره میگه یکی از دلایل این که شاید شاه من رو دوست داشت و همیشه میخواست با هم باشم و بیشترم ما صحبت‌های مذهبی با هم میکردیم همین مسائل مشترکی است که ما با هم تجربه کردیم. حالا من با ایشون فرق داره مسائلم. و چیز دیگه ای که باز من میخوام اینجا به شما بگم از دید منی که به خدا ایمان دارم، من میگم خداوند زمین و آسمان ها رو خلق فرمود و لحظه به لحظه داره مسائلش رو تدبیر میکنه و همه کارهای خدا از روی حکمت و مصلحته. یعنی خلقت خدا یه خلقت زنده است، همه چیزم دست خودش. حالا البته خیلی پیچیده تر و ایناست که حالا در همون مرامنامه حزب حق براتون می‌نویسم، ولی همه چی دست خودشه. یعنی این دنیا دست خداست. حالا فهمیدم این ویدیو در رابطه با حزب حق هست. درباره حزب حق به زودی آقای انصاری رو خواهیم داشت که با شما صحبتی داشته باشند. چون ساعت 3 شد اجازه بدید بریم به
خلیج فارس که هنوز هم گرم هست و هوا خوب هست و دوستمون از اونجا برای من و شما برنامه شماره 77 رو با هم به اصطلاح بشنویم و ببینیم. عکس هایی هم فرستادن این برنامه. نمیدونم سلام بر... چرا این پیاماش اینجوری شده این بار. اجازه بدیم من اینو ببندم. خب یه دونه دیگه باز کنم برای عکس ها. اینجا میایم اینور. بله فعلا شما با این عکس شروع کنید. کم کم دیگه خسته شدم از این دست تنها بودن و یه مشکل دیگه هم اینه که وقتی تنها کار میکنی بعد اگه کسی هم بخواد کمک کنه شما دیگه حاضر نیستی که کسی کمکت کنه. یعنی فکر میکنی اومده به اصطلاح داره نظم و ترتیب کار تو رو از بین میبره. و اجازه بدین من این نوار رو و عکس ها رو اینجا پیاده کنم. نمیدونم چرا با وجودی که توی سیستمه بعضی وقتا فرمتش فرق میکنه. حالا این یکی رفت اونجا، این یکی بیاد اینجا. بله باور کنید خودم هم نمیدونم چیکار میکنم. اوکی گوش کنید. همه شما عزیزان ارجمند که علاقمند به آگاهی هستید، در برنامه پیشین نخستین گفتار درباره باتلاق‌های غرب خوزستان را تقدیم حضورتان کرده و جا و طبیعتش را با همکاری آقای سربی در نشان دادن نقشه و عکس شرحیدم. در گفتار امروز شناسایی باتلاق‌ها را ادامه داده و به بخش‌های دیگری می‌پردازم. بیایید بدانیم چه انسان‌هایی در این باتلاق‌ها زندگی می‌کنند و آن را سرزمین خیش می‌دانند. اصل و نیاکانشان به کجا میرسد، چگونه و چه شکل هستند. لطفاً عکس شماره 1 را آقای سربی نشان دهید. در این نقشه از دنیای قدیم جای شهر اور پایتخت سومری ها نشان داده شده. در نزدیکی همان باتلاق هاست ولی در جای مرتفع و زمین خوش قرار دارد. قدیمی ترین تمدن شناخته شده از سرزمین بین النهرین در دولت سومر معرفی شده که پایتختش اور بود. نوشته های بسیاری درباره سومری ها در دست هست. همه این سندها عرب نبودن سومری ها را تأکید می کند. یکی از منابع سومری ها را مهاجرانی می شناسند که از پشت کوه های ایران به بین نهرین رفته اند. اگر این تئوری صحیح باشد، ابراهیم پدر پیامبران که در این شهر به پیامبری برگزیده شد یک خودمونی است. ایرانیان به اضافه بر زرتشت می توانند با اتکا به این پدر بزرگ دین ها بیشتر افتخار کرده و خود را پیامبر آفرین بدانند. در شرق اور ایلامی ها می زیستند که تاریخشان به 6000 سال پیش باز می گردد. پژوهشگران مردم باتلاق ها را ایلامی و سومری معرفی می کنند. عکس شماره 2. این عکس که از یک سنگ تراشیده باستانی دوران سومری ها گرفته شده، منظره یک خانه باتلاقی را میبینید. لطفاً این را به خاطر بسپارید. در گفتار خانه های باتلاقی که شرحش خواهد آمد، این منظر و شکل خانه را خواهید دید. نتیجه این که وضع معماری این منطقه به علت محدود بودن مصالح طی هزاران سال تغییری نکرده. عکس شماره 3 و 4. در این عکس ها نمای خانه های باتلاقی بر روی سنگ حک شده. در کنار منظر حک شده خانه عکس گامیش را میبینید. این حیوان یکی از منابع مهم خوراک مردم باتلاق ها و سبب زنده بودنشان است. در گفتارهای آینده شرحش خواهد آمد. بر اساس این آثار این نتیجه به دست میاد که مردم باتلاق ها قدیمی ترین ساکنین خاورمیانه و بین النهرین هستند. تا حال در سرزمینشان مانده و بدون تغییری مهم چون گذشته زندگی می کنند. عکس شماره 5. این عکس که از اثر سنگی دیگری از سومریان است، وضع زندگی مردم باتلاق ها نشان داده می شود که بر قایق
روی آب در میان نیزارها هستند. وضعی که تا امروز همینطور باقی مانده. با این عکس‌ها حقیقت انسان‌های باطلاق‌ها با استناد به آثار تاریخی خدمتتان تقدیم شد. چون اثر و یا نوشته‌ای در خود باطلاق‌ها پیدا نشده، سندی در دست نیست که اصل این انسان‌ها را به ما بشناساند. آقای سروی، لطفاً عکس 6 تا عکس 24 را به ترتیب نمایش دهید. در این عکس ها قیافه های مرد و زن و بچه های باطلاق ها را میبینید که مشغول کار روزانه هستند. اینها انسان هایی هستند مانند همه ما، شبیه انسان های وحشی آمریکای جنوبی و یا بومیان جنگل های آفریقا و استرالیا نمی باشند. بدون اختیار شخصی در جایی به دنیا آمده اند، مانند همه انسان های دیگر این کره، برای زنده بودن و زنده ماندن و زندگی کردن زحمت کشیده و در محیطی که خود در انتخابش اختیاری نداشتند عمر را به سر میبرند. اگر هر کدام از اینان را به نزدیکترین آرایشگر و بوتیک برده و تغییر قیافه و لباس دهیم، مانند انسانهای پیشرفته ترین جاهای دنیا مدرن نما خواهند بود. زنانشان در خوشگلی و زیبایی از زنان دیگر چیزی کم ندارند و بجز گریم و روغن مالی به صورت. اگر اصالت برایتان مهم است، اینان به علت محیطشان در خود زاد و ولد کرده و اصیلتر از دیگر ملت‌های خاورمیانه می باشند. موضوع اصالت این ملت در بحث‌های ژنتیک با معاینه دی ان ای ثبت شده. اصالت اینان یعنی جی ون به 81% میرسد، در صورتی که اصالت یهودی های خود را فرزندان سام نوه ابراهیم میشناسانند 11% است و در بیشترین حالت های بالا برده تعداد کمی به 27% بیشتر نمیرسند. همین آزمایش ها نشان میدهد که 56% جین های ایرانیان عرب، 4% آفریقایی، 2% شمال آفریقا، 4% آسیای میانه، 6% گوناگون و 2% جنوب اروپا است. این حقیقت از آزمایش ها باید برای مدعیان اصالت و ایرانی خالص بودن پیامی باشد که به جای یافتن جا در میان خون و جنس سوی آدمیت و دانش و پیشرفت روند. اگر اصالت مهم باشد، مردم این باطلاق ها از همه ملت های دیگر اصیلتر و پاکتر هستند. این حقیقت و واقعیت باید درس عبرتی باشد به آنان که بزرگ منشی خود را در پدر و پدر بزرگ جسته و به برتری تظاهر می کنند. گذشتگان را بزرگ کرده و مهم می دانند. اگر وابستگی به یک سرزمین بر قدمت و بودن در یک جا و گذشته دور پایگذار شود، مردم باطلاق ها کهن‌ترین ملت خاورمیانه هستند. با این کهن تاریخ کسی از حالشان خبر ندارد. ناشناسند. یا ما و دیگران نمی خواهیم بدانیم. اگر هم دانستیم، با نظر منفی مسئله را بی ارزش می شماریم. در این مقال می خواهم بی اثر بودن مسئله اصالت را ثابت کنم. مردم باطلاق ها با این پیدایش قدیمی در پیشرفت انسان و بهتر شدنش هیچ نقشی نداشتند. بیایید به معیارهای انسانیت بیندیشیم. فراورده های دانش را بزرگ کنیم، به جای غوطه ور شدن در گذشته و بزرگ کردن فرماندهان دشخیم و جهانگشا دست به دامن شدن این شهید و آن مرده و نیایش برای پایین آمدن خدا و کاری برای ما کردن، بیایید به آیندگری رو آورده و با فراگیری و دانش فردای بهتری بسازید. مثال دیگر از بیهوده بودن اصالت بومیان استرالیا هستند که ابرجینو نامیده می شوند. آزمایش های ژنتیک تاریخ پیدایششان را به میلیون ها سال پیش نسبت می دهد. بسیار خوب. مردمی کهن هستند. چه کاری برای انسانیت کردند؟ اگر غربی ها آن قاره دوردست را اشغال نمی کردند، تا کنون بنابر اوضاع هوا و فصل گرما و سرما از جنوب به شمال و برعکس کوچ کرده و لخت و اوریان در جنگل ها گشته خوابیده و هر نوع حیوانی را نپخته می خوردند. در تاریخشان یک سنگ روی سنگ نگذاشتند تا بنایی بسازند.
به جز چند نقش حیوان حک شده بر سنگهای غار اثر باستانی دیگری ندارند. پس از گذشت بیش از دو قرن از قدم گذاشتن اروپایی ها به این قاره، ابرجینی ها نتوانستند از معیارها و اصول اجتماعی کاشته شده در بیشعوریشان نجات یابند. با اینکه دولت برایشان وسایل آموزش در جاهای دوردست آماده می کند، مایل به آسایش و تنبلی هستند. در روزهای اول ما همه کمکهای مالی را برای خرید مشروبهای الکلی خرج می کنند. بعد از آن در برابر مشروب فروشی ها بر روی زمین دراز می کشند تا شاید کسی باقی مانده شرابش را به آنها بدهد یا پولی در دستشان نهد که بروند و شراب بخرند. این حقیقت از آزمایش ها باید برای مدعیان اصالت و ایرانی خالص بودن پیامی باشد که به جای یافتن جا به استناد خون و جنس سوی آدمیت و دانش و پیشرفت بروند. اگر اصالت باشد، مردم این باطلاق ها از همه ملت های دیگر منطقه اصیلتر و پاکتر هستند. خب بعدش چه؟ این اصالتشان چه سودی برای خودشان و یا دیگران داشته؟ امیدوارم گفتار امروز که در ادامه آشنایی با باطلاق های غرب ایران بود مورد توجه بینندگان و شنوندگان قرار گرفته باشد. با تجدید نظر در اصول و معیارهای انباشته شده در بیشعوری به فکر نان افتاده و خربوزه را فراموش کنند. با دعوت از شما در گفتار آینده بیشتر به اوضاع و احوال باطلاق‌ها آشنا خواهید شد. شاد و خرسند اوقات خود را به سر برید. بسیار ممنون از این دوستمون. اجازه بدید من این حالا ایشون برای من نوشته بود که اون عکس ها رو نشون بدید، به آخریش که رسید اینو نگه دارید تا آخر صحبت و دیدم که چه بانوی زیبایی. حالا من نمیدونم ایشون واقعا اهل اونجاست یا مدل میرن اونجا عکس میگیرن، چون این کارم انجام میدن. توی آمریکا هم حتی معمول هست که این کار رو انجام میدن و میرن یه جاهایی. من خودم یادمه با یه فامیلمون رفته بودیم کالیفرنیا و یک پل کهنه بود، بعد دیدم که مثلا عکاس و اینها اصلا به نوبت میان، یعنی این پل رو هر خانمی میخوان از عکس بگیرن، دختر جوانی اینها، مدل برای کفش برای کیف اینا، یکی یکی میان وای میسن و اونجا عکس میگیرن. این از این. اجازه بدید که من ببینم چرا. بله، مردم تیوی دات کام و هر روز این چیزا صبح که ما میان روشن میکنیم میگه فلان برنامه رو باید جدید کنی. جدید کنیم؟ میگیم بفهم. همچنین که کلیک میکنیم روش یه پروگرامی باز میشه، میگه این پروگرامه میخواد به کامپیوترت تغییراتی بده. اجازه هست؟ میگم والا حالا اجازه میدیم بعدن میفهمیم. دیدی که بعضی هاشم تا میگی بله شروع میکنه کامپیوتر جیغ زدن، کامپیوتر شما مورد ویروس نمیدونم حمله ویروس قرار گرفته، به این شماره زنگ بزنید. اون روز یادتونه بهتون گفتم این شماره زنگ بزنید 800 و چند بود، زنگ زدم یا دیروز بود یا همون موقع بعدش بیکار بودم، زنگ زدم گذاشتم اینا رو سر کار. بعد به طرف میگم که میگه آره از 5 سال پیش شما مالیات بدهکاری، میگم نه من بدهکار نیستم همیشه مالیاتو دادم، میگه نه شما باید 800 خورده، حالا شمارش هم 805، 800 خورده باید پول به ما بدی تا کارتو درست کنی و الا میان میبرنت زندان. بعد یکم مکس کردم و اینا، گفتم حالا شما میتونی ماهیانه پول رو بگیری؟ گفت حالا چند میتونی بدی؟ بعد بهش گفتم، هم یه مردی فقط بعد بود هم یکی هم خانمی بود، دوتاشون همین منوار، گفتم که شما خجالت نمیکشین، من میدونم که از این پولی که از من میگیرین مثلا 50% گیر شما میاد، ولی خب بدبخت شب که میخوای بخوابی اینی که پولی یه آدمی رو شما ترسوندی تهدیدش کردی، اونم تهدید دروغین، اینو مجبور کردی بهش پول بهت پول بده، بعد فوری قطع میکنن دیگه عادت داره. در هر صورت زنگ بزنید 805-323-8722 بود فکر کنم، حالا شماره کسی دیگر ندید، شما زنگ بزنید مزاحم اونا بشین. در صورت همین از این هندی مندی های بیچاره رو استخدام کردن، ساعتی نمیدونم روزی یه دلار، وقت میگن بشین تا یکی گوشی رو برمی داره بگو من از آی آر اس هم و بهشون بگو باید پول بدید و اینا. بهتون گفتم دوستان ما
میگم خب شما چند سال اینجا هستید اینا، اصلا همچین چیز؟ میگن آقا اینجوری بود موقع کارکاسبی بود، زنگ زدن شرکت تعطیل، ما اگر هر کی یه بهانه‌ای داره که چجوری گول اینا رو خورده. خب دوستان ساعت 3:15 است، همونجوری که بهتون گفتم شهر در امن و امان است، چون ترامپ الحمدلله 1000 مایلی از اینجا دوره و قراره که ما هم تعطیل باشیم، مسافرت بریم. حالا ما شانس آوردیم مادرمون اینجاست، داداشامون اینجا هستن، بچه‌هامون اینجا هستن، ولی گفت که خیلی ها باید مسافرت برن و از دیروز بعد از ظهر جاده ها بسته، یعنی ترافیک سنگین بود و میگفت بعضی ها 4 برابر زمان معمول در راه میمونن این دفعه، برای اینکه هم بنزین ارزون تره، هم اوضاع اقتصادی بهتره و مردم تشویق شدن میره. گفتم آقا اوضاع اقتصادی کجاش بهتره؟ با این دروغایی که ترامپ گفت بازار قلابی، قیمت رفته بالا، ولی اگه یکم مطالعه کنید دور و برش دوستان، به زودی ریسیشن یا رکود اقتصادی در راه است. مواظب باشید، یه برنامه چیزی برای خودتون بذارید. اینم از این. بله کی تغییر آهان بهتون میگم که کی. خب آقای چمنارا هم نوشتم که آقا برای من نوشته آقا شما باید حرف همسرتو گوش میکردی و یاد میگرفت. پیام برای آنها بود که شاهزاده را در محور فرشگرد گذاشتن. این آقای چمنارا فکر کنم به این خانمه که این رادیو میچرخونه کمک میکنه، حالا تو رو درواسی مونده، میخواد یکی دیگر رو پیدا کنه که اونا برن برنامه بذارن اونجا، این دیگه بیاد. چون من شنیدم این خانمه گوشبره، این از این و اون پول میگیره، یه مدتی آقای انصاری، یه مدتی. در صورت آقای چمنارا مواظب باشید. به به دوستان، پرواز با پرویز. آقای هوشمند باور کن این قدرت تلپاتی ها، من امروز با آقای ایران بومی صحبت کردم، گفتم آقا یه آگهی برای من اومد، بلیت از اینجا به آلمان 347 دلار. گفتم آقا میرم 2 هفته میرم دوستان آلمانی رو میبینم. وقتی زنگ زدیم اتفاقا آقای پاکستانی بود، اسمش هم عزیز بود، خیلی هم سلام علیکم فارسی هم حرف میزد و اینا، گفت 999 دلار. گفتیم بابا تو گفتی 340 فلان. گفت اون اگه مارچ 4 روز بری برگردی وقتی ما میگیم بعد 2 جام باید اول. گفتیم آقا ولمون کن. آقای پرویز خان هوشمند، که واقعا هوشمند هستیم، ماشاءالله به شما، به خانوادتون، هم پسرتون برنامه هایی رو میذاره، فکر کنم فردا اندی اینجا باشه، پس فردا جمعه اندی اینجاست، ایمان هوشمندم برنامه گذاشته، همسر شما هم که کارهای عقد و ازدواج و اینها رو انجام میده، به همتون تبریک میگم. سالهای سال من به این خانواده ارادتمندم، ارادت دارم و خانواده هستن که حرف بد پشت سرشون نبوده. خیلی عجیبه که شما داخل ایرانیا باشی، با ایرانیا کار کنی، پشت سرشون حرف بد نزنن، یعنی دیگه اینا احتمالا فرشته هستن، تصادفی افتادن رو زمین. آقای هوشمند یه بلیتی جایزه ای چیزی برای ما پیدا کنید، هول و هوش 400-500 دلار، ما یه آلمانی بریم دوستامونو ببینیم، ولی تو رو خدا نان استاپ باشه، من حوصله اینجا. اون وقتا ذوق میکردیم بچه که بودیم، اگه میگفتن آقا هوا، بچه که چه عرض کنم، من اولین پروازمو زمان انقلاب انجام دادم. چرا قبلش از هواپیما خبرمون ما رو پرونده بودن بیرون، کد باز بودیم، ولی اولین پرواز که مثل آدم بشینی رو صندلی تا برسی شیراز پیاده بشی، رفتیم تهران، برف و یخمندون اینا شد، نشد با ماشین برگردیم، بلیت گرفتیم با هواپیما آمدیم و اون وقتا خیلی دوست داشتم. حتی بعدم که اومده بودم آمریکا، وقتی مثلا میگو از اینجا اگه میخوای بری فلان جا باید بری آتلانتا، اونجا هابمون هست، بعد از اونجا بری، میگفتم چه خوب دوبار سوار هواپیما میشم. ولی حالا که پیر شدم، حالا این وقتی میشین و با میشه، یه بار شما مردن رو تجربه میکنی، نه از ترس، از این فشار و تغییر هوا. از طرفی شما بهتر از من میدونی هواپیما و اینها بعد از این ماجراهای امنیتی و اینا، این بیچاره ها پولی نمیسازن. بلیط ها رو نگاه کنید، مثلا میگه تیکت 700 دلار، بعد نوشته بلیط 200 دلار، 500 دلارش مالیات. در هر صورت آقا یا یک جایزه ای برای تلویزیون مردم به ما بدید، یا یه بلیط
رفت و برگشت به آلمان از این IAD دالاس ایرپورت به فرانکفورت، هم فکر کنم FRA هست اون فرودگاه بین المللیش، به فرانکفورت. دیگه تو فرانکفورت که رسیدیم اونجا این برور میریم. پس دوستان یادتون باشه پرواز با پرویز، اینو تو گوگل هم اگه بزنید آقای پرویز هوشمند میاد و براتون بلیت پیدا میکنه. دوستان عزیز، همون جوری که در صفحه مردم تیوی میبینید، این صفحه تلویزیون ما روی بگید دیگه روی فیسبوک امکان اینو به ما میده که چکار کنیم که ویدیو هم نشون بدیم. بذارید من اینو بیارم براتون اینجوری، select area اینجا بذارم، اینجوری بیارم اینجا. اوکی، بریم کامرای 3. بله ببینید این صفحه شخصی به ما میگه فقط اینجا شما یه عکس بذار، همینجا میتونید شما آگهی بدید، بنویسید پرواز با پرویز، نمیدونم شماره اینقدر، تلفن فلان. اولین کسایی هم که زنگ میزنن دشمنای منن، زنگ میزنن میگن آقا چرا رفتی پرویز سربی؟ بگو رفتم برای که تو برنامه‌اش نگاه میکنی، تو سربی رو دوست نداری؟ میگه بله. بگو منم دوستش ندارم، بیا از من بلیت بخر. در هر صورت اینه. ولی بریم مردم تیوی رو نگاه کنیم دوستان. مردم تیوی وقتی شما میای آگهیتون تا 1 دقیقه و نیم، 1 دقیقه و 15 ثانیه اینها میتونه اینجا به صورت ویدیو پلی بشه. ببینید چقدر قشنگ چند تا عکس میاد، چند تا نوشته میره و یه موضوع خوبی رو آقای دکتر ایران بومی اینجا گذاشته به نام به اصطلاح مهندسی با مهاجرت. یعنی چجوری اگه میخوایم مهاجرت کنیم ببینیم چه کار میخوام بکنیم. سخنرانی و گفتار پیرانون راهکارهای قانونی برای مهاجرت موفق. گفتم بهتون که یه عده‌ای بلند شدن از فرانسه با قایق ماهیگیری رفتن انگلستان، بعد اینا اینقدر تبلیغ کردن که چه شجاعتی چه شهامتی. من رفتم اون نقشه نگاه کردم دیدم آقا اصلا از فرانسه به انگلستان تورهای مختلفی هست که حتی ماشینا میرن میان، مثل همینجا از مریلند شما بری ویرجینیا اون بالا فری هست میبره میاره. در هر صورت دوستانی که میخوان این جا رو داشته باشن، ما میتونیم بهتون با خیلی هزینه کم قیمت کمی اینجا رو به شما اجاره بدیم. یعنی بگیم 7 روز میخوای باشی اینقدر، 1 ماه میخوای باشی اینقدر. خود من دنبال این هستم که اینجا به صورت آگهی های همگانی، یعنی این صفحه اولش مثلا آقای ایران بومی بیاد، بعدش آقای انصاری بیاد، بعد آقای پرویز هوشمند بیاد، بعد ایمان هوشمند بیاد، بعد آقای اندی بیاد، بعد ماز جبرانی بیاد. و اما ماز جبرانی چون این دوستمون هم صحبت کرد از به اصطلاح دی ان ای، ماز جبرانی مثل همیشه برنامهش خوب و ماشاءالله سولد آوت پک سالون، خیلی هم خوش گذشت. تهران اول اومد صحبت کرد. تهران اگه نمیشناسید برید تو گوگل بزنید اسم تهران چیه، تهران ون قصری یا هم چیزی. بعد تهران اومد به اصطلاح برنامه اجرا کرد، بعد یه آقای هندی اومد برنامه اجرا کرد که اونم خیلی معروفه. چیزی که هست صداش خراب شده بود که به شوخی هم گفت صدام گلوم گرفته ولی مجبورم برای پول بیام کار کنم. جوکاش هم قشنگ بود. و بعد آقای کی اومد؟ آقای ماز جبرانی. ماز جبرانی که آمد راجع به مادرش گفت، گفت مادر من رفته از این آزمایش‌های دی ان ای داده، میدونید الان 49 دلاره. اینا از 300 دلار، 200 دلار، 60 دلار ایناش همینجوری آمد پایین. الان میگه حالا که می‌خوای ترکی بخورین اینها، برید آزمایش کنید، شاید شما یه اینقدرتون سرخپوست باشه فردا بتونید یه حقی بگیرید تو کازینوهاشون مجانی بازی کنید، چون ما ایرانی‌ها همش دنبال چیه مجانی است. بمانه میگه رفته و بهش گفتن شما 97% ایرانی هستی، یه چیزی تو این هولوش که من میخواستم بگم آقا اصلا توی دی ان ای ما چیزی به نام ایرانی فکر نمیکنم داشته باشیم. مثلا میگن اینقدر سفیده، اینقدر آفریقاییه، اینقدر فلانه، اینقدر. در هر صورت کسی اگر رفته اون آزمایشا رو داده، مثلا اگه ایرانی هستید اسم ایناتونو بردارید، اون قسمت رو برای ما بنویسید، ببینید ایرانی‌ها وقتی دی ان ای میدن، یا بخواین یه 50 دلاری بدید ما براشون. به قول آقای ماز جبرانی گفت مادرم توف کرد تو پاکت فرستاد، و بعد که گفتن اینجوری گفته خب پدر سوخته، این که من میدونستم، من دوباره چیزایی بودم که نمیدونستم. گفت بهش گفتم خب مادر چی می‌خواستی با خیلی هم خوشحال باشی، گفتی آقا حالا پولمو نمیدین حداقل توفمو پس بدین. اینم اینه از کانال منش میشه شنا کرد بین فرانسه و انگلیس. ای بابا، یعنی اینجا البته هر شناگری نه، باید شناگر باشه.
تو هر فصلی هم نه، باید یه فصلی باشه که سرد نباشه. نمیدونم پس چرا اینا اینقدر سر صدا کردن؟ آقای اکبری شما برو بنویس ببین چرا اینها یک قایق، یک کشتی ماهیگیری رو اجاره کردن، چند نفر سوار شدن رفتن اون با. چرا اینقدر تبلیغ شد براش؟ و اصلا کسی که تو فرانسه دیگه چه احتیاج داره بره تو انگلستان؟ تازه تو انگلستان یقهشون میگیرن، میگن شما کشور سوم آمدی هنوز تکلیفت یا استاتوت به قول معروف معلوم نیست. بماند آقای پرویز بابایان، شما هنوز کانادا هستین؟ آقای بابایان، آخوندها املاک میلیونیشون تو کانادا چزید، بد جوری هم نمیفهمم منظور شما چیه. شما ببینید وقتی یه چیزی رو شما میدونید باید این قدرت رو داشته باشید، این دانشتون رو با یک نوشته کوتاه، با یک گفتار کوتاه به دیگران منتقل کنید. چزید، مالیات، مملکت، نمیدونم یکی میگه چی دارن بگو، اتوبان دارن، یکی میگفت رفتم پلو این دوستمون بهزاد توی چیز توی کانادا، گفت آقا این مزخرفات چیه، این اتوبان شماره فلان اینجوریه، اون اتوبان شماره فلان فلان سال ساخته شده، اینا معلومه کدومش دولتیه کدومش خصوصیه، تول رود صاحبش معلومه. بماند هرچی بود آقای رفسنجانی مرد، اگه اتوبانی هم مال اون بوده احیانا مثل دارایی شاه حالا دست چه کسایی میفته چه کسایی میخورن. اینم یکی از بدبختی های ملت های چیه، کشورهای جهان سومه، که چون به خودشون به کشورشون اطمینان ندارن پولا رو میبرن میذارن اینور اونور، اونا هم اولین چی بهشون یاد میدن آقا به اسم خودت نگیری. یا میگه خب چه کار کنم، میگه مرده که اگه نوشتی رفسنجانی هر کسی میزنه میاد بالا، چه کار کنم، بذار آقا شرکت 1-2-3 کانادا، اینم میذاره 1-2-3 کانادا. وقتی آقای رفسنجانی مرد میان میبینن آقا یه وکیلی یه نامه از یه جایی در آورد، میگه آقا اینها آقای رفسنجانی به من گفت این شرکت 1-2-3 کانادا میرسه به این مستر جیمز اسکات. تموم شد، پول بدبخت ایرانی دزدیدن، خودشون هم که نمیتونستن بیان بیرون چون حکم جلبشون بود، رفت کجا؟ رفت تو جیب کانادایی، رفت تو جیب آمریکایی. پولای شاه حساب کتابش دست کیه؟ آقای انصاری بیا حرف بزن، این تراستایی که باز کردن به چه نامهایی بوده؟ آیا کسانی میتونن برن دنبالش؟ کاغذی، پیپری، فوتوکپی چیزی هست؟ یا همون 62 میلیونی که دادن به آقا رضا اونم تقسیم کرد بین خانواده و اینهاش، که بعدم مادرش گفت که آقا ما در یخچال باز کنیم یه چی مونده‌ای باشه میخوریم، یا مردم بهش خوراک میدن. مصاحبه کرده با ضیاء عطابای سالها پیش، برید ببینید این خانم فرح پهلوی، میگم گدازاده و گدامنش و گداصفته بی خود نمیگم. خب چزوندن، نقره داغ کردن، چزید به زبان شیرازی از چزوندن میاد. آقا اذیت نکن، اینا رو میدونم. آخوندها املاک میلیونیشون تو کانادا چزید، بد جوری هم. یعنی چی؟ قیمتش پایین رفت، گرفتن، مصادره کردن، منظورم اونه. بله منو چزونده، ایشالله همین جوری که منو چزوندی خدا جگرتو بچزونه. اینه میدونم بابا 36 ساله بود اومدم بیرون. این چی شد؟ این چی شد؟ ساز آهنگ. و اما یک دختر سودانی در فیسبوک به حراج گذاشته شد. خب حالا شما ببینید این فیسبوک الان باید این با فیلترهایی که داره این بلا فاصله اصلا فیلتر می شده همچین چیزی نیاد. دلیلش هم بهتون میگم، شما برو رو ایبی بگو من میخوام یه اسلحه بفروشم، میزنی تا اون آخرش که میره، تا میره یه چیز میاد میگه که قانون ما رو بخون، ما تو ایبی اسلحه نمیفروشیم. این اشکال چیز هست. بله ببینم این دوست اون مسیج گذاشته مثل که خبر نداره ما برنامه زنده داریم. یک دختر سودانی در فیسبوک بزنم خب. و اما سازمان حقوق بشر برنامه بنویسی که برنامه حراجی در فیسبوک را که به ازدواج یک دختر 17 ساله در سودان جنوبی منجر شد بررسی می‌کند. این حراجی برای تسهیل ازدواج این کودک صورت گرفته بود. حالا دیگه 17 ساله کودک نیست عزیز برادر.
همین تو آمریکا آقای خوشنود بزن ببین که شهرهایی که 15 ساله میتونن ازدواج کنن، مخصوصا اینهایی که سودانی هستن، آفریقایی هستن، عرب هستن، جاهای گرم هستن، این دختر من اهواز بودم مثلا یه دفعه میگفتن این دختره 9 سالش، من نگاه میکردم میدم بابا دخترم های من مثلا 30 سالشونه، این از اونا پیرتره بیچاره. بمانه این شما هم نوشتنتون به درد عمه من میخوره، عمه های من متاسفانه هر سه فوت کردن، مگر اینکه شما احیانا هم تو بهشتن، چون هیچ کدوم از فامیلای هیچ کدوم از ما جهنم نمیرن، یعنی تا امروز که ما صحبت میکنیم همه بهشتن، جهنم تا امروز خالی منتظر من و شماست. دیدید؟ و هر کی میگه نگاه بالا میکنه، بابام داره از اون بالا نگاه میکنه، ننم داره از اون بالا نگاه میکنه، اون یکی میگه میدونم که حتما بابات داره از اون از بهشت باهاته. بمانه این ماجرای دختر 17 ساله در سودان، شما یه جوری اگر بخوای واقعا دقیق بشی، اون کسی که میاد اینجا یه دفعه یه دفعه براتون یه چیزی بگم، یه نفر آمد منو استخدام کنه که اینجا بهش میگن پروموشن ویدیو، یعنی مثلا من ویدیو گرفتم برای رستوران مال افغانیا، ویدیو گرفتم برای سوپر شیراز، ویدیو گرفتیم برای یاس، ویدیو گرفتیم اون قدیما برای یه فروشگاه دیگه، اینا رو برای پروموشن استفاده میکنم، میری ویدیو میگیری مثلا 5 دقیقه اینور اونور فیلم میگیری، میای تیک تیکش میکنی، میچسبونی به هم، میکنیش یه دقیقه و برای تبلیغ استفاده میکنی. یه نفر ما آگهی داشتیم و زنگ زد و تو کرگلیست گفت که چجوریه، گفتیم اینا اینا، گفت که دوربین وردا بیا اینا. وقتی رفتیم دیدیم یه سری خانم خوشگل، دخترای جوان ردیف کردن، یه هتلی هم بود اون قسمتیش که هم به اصطلاح مثل لابیه، بعد میری اونجا باره، بعد میری اونجا مثل استخ. بعد اینا گفت کجا نور خوبه و فلان، گفتیم اینجا که نور زیاد نیفته، بعض وقتا نور زیاد دوستان عکس ها اوور اکسپوز میشه، بده همش دنبال نور نباشه. خلاصه عکس گرفتیم و اینها، بعد گفت که شما کار وبسایت هم انجام میدی، گفتیم یک چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده رو انجام میدیم، خیلی الان که دیگه خیلی ساده شده، خودت عکس ها رو میگیری میاری اینا. گفت که گفت بله من دنبال یکی میگردم که وبسایتونم درست کنه. گفتیم حالا چیه وبسایتتون؟ من این خانوما که داری عکس میگیری اینا برای رستورانه برای چیه؟ گفت نه اینا دنبال شوگرددی میگردن. شوگرددی یعنی دنبال یه کسی که سنش بالا باشه ولی خرج اینا بکنه. خب چه تفاوتی میکنه با این؟ اقلا این که آگهی دادن میگید ازدواج کرده، اونی که هر دو روزی هر یه ساعتی هر سه روزی با یه کسیه اون چی؟ شما همینجا بزنید، همین خانم ترامپ قبلا چیز بوده، اسکورت همشون هم نوشتن ما کار سکسی نمی کنیم، ولی همشون نه بیشترشون دروغ میگن. به این وسیله آگهی میزنن، شما تماس میگیری بهش، میگی من میخوام برم سینما تنها هستم، اون یکی میگی من میخوام برم باله ببینم تنها هستم، اون یکی میگی من بلیت فلان ورزش رو دارم تنها هستم، چند میگیری همراه بیای؟ میگه من اینقدر میگیرم همراه بیام. بعد هیچی دیگه، وقتی میرن صحبت میکنه، میگه حالا اگه میخوای تا صحبت باشم اینقدر و فلان و بیسار و اینها رو کی انجام میده؟ همین وبسایت ها. اون وقتا مجله ها و روزنامه ها انجام میداد، مگه تا یه مدت پیش کرگزلیست دیتینگ و اینا رو انجام نمیداد؟ تازه خود فیسبوک جدیدن گفت چون کرگلیست بس قسمت پرسونال و دیتینگش رو، فیسبوک میخواد قسمت دیتینگ یعنی همین ملاقات های بین زن و مرد، بین زن و زن، بین مرد و مرد دیگه، این روزا که والا بین اونی که زن بوده حالا مرده، بین اونی که زن بوده بعد مرد شده بعد دوباره پشیمون شده زن شده. این چه باید کرده؟ طرف توی ایران تلفن نوشته بچه 5-6 ساله، بچه 6.5 ساله به فروش میرسه، و اونی که اکثر گذاشته شماره تلفنشو اینجوری چیز کرده، میگم آخه شماره تلفن رو بذار، شاید یکی بهش زنگ بزنه بگه آقا من بهت پول میدم بچه رو نفروش، چرا شماره تلفنشو میپوشونی؟ چون اونی که میخواد بچه بخره بذاره گدایی کنه، بچه بخره ازش سوء استفاده جن... بیان جلو. وودی آلن میشناسید؟ این وودی آلن هنرپیشه محبوب من بود زمانی که ما شیراز بودیم، دانشجو بودیم، با این فیلمایی که این درست میکرد
اصلا من میگفتم این خداه، این مردک با خانمش چیه الان پسرش هم خبرنگاره، رفتن یه دختری رو به عنوان فرزند خودشون اداپت کردن، سرپرستیش قیمومیتش رو قبول کردن آوردن. فکر میکنید چیکار کرد با این دختره؟ زنه رو طلاق داد، با دختر زندگی میکنه. یه نماینده مجلس رفته بود یه پسر یا یه دختری رو از یه کشور دیگه آورده بود، همه هم میدونستن، گفته بود من این رو نگه داشتم تا بشه 18 سالش، میخوام باش ازدواج کنم، میخوام باش رابطه داشته باشم، رابطه سکسی داشته باشم. خب این نماینده مجلس، اون هالیوود، اون آخوندا. بعد اون طرف به من میگه آقا شما چرا ترامپ را میگویید، از آخوندا بگویید. میگم احمق، آخوندا دیگه کاری کردن که دیگه گفتن نداره و من اینجا هستم، شما اونجا هستی از اونا بگو، شما اینجا هستی میخوای از اونا بگی بی بگو، به من نگو چی بگم چی نگم، من اینو میگم شما هم نشستی گوش میدی. یادت باشه گفتم بهتون یه دوستی که اینجا آگهی گذاشته بود، گفت بعد از اینکه دو سه نفر هی زنگ زدن گفتن آقا چرا رفتی به سوربی چیز دادی، بهشون دیگه شروع کردم گفتم خب من رفتم آگهی دادم به سوربی که ببینم چه افرادی مثل شما آدمای پدر سوخته هستن داخل ما ایرانی ها که چشم دیدن این که ایرانی با ایرانی کار کنه رو ندارن و میره برنامه اونو نگاه میکنه، پول که نمیده نمیده، حمایت که نمیکنه نمیکنه، چیزی که نمیخره نمیخره، اگه چیزی میفروشن تو مثلا برنامه ها، ما هم که آگهی میدین زنگ میزنه مزاحم ما میشه. گفت کشیدم این سینه فوش، این بود آقای محمد رفیق. گفت یکش گفتم که برادر الان موقع نهار ما هست، شما هر وقت اومدی اینجا به اصطلاح هم مهمون من باش، هم بشینیم راجع به سوربی صحبت کنیم. اصلا من میگم سوربی هم بیاد اینجا ببینم اختلافتون چیه. من گفت آقا من که کالیفرنیا هستم. گفت کشیدم سینه فوش، گفتم پدر سگ مادر قهبه، تو از کالیفرنیا بین من و سوربی که هم بر این محمد رفیع داداشای منو زودتر از من میشناخته، وقتی من ایران بودم این با اینا هم کلاس بوده، با اینا هم خونه بوده، با اینا هم اتاق بوده. ولی چیه آقای اکبری بلند بگو، نگو وضعمون خرابه، کارمون خیلی خرابه. دوستان عزیز نوشته خوشنودی، اگه همه بیشتر میرن بهشت چرا جهنم را 7 طبقه منفی مجهز درست کردن با اون همه سیخ و سنبه و آهن مذاب و 70,000 نو بلا و آتش و مار و جونور، اما بهشت 1 طبقه است، اونم فقط با چند تا درخت داره و جو آب و چند تا حوری و شیر عسل. وودی آلن، مگه من گفتم کی؟ آقای خزایی، من فکر کردم وودی آلن گفتم. بله برید بزنید توی آمریکا ببینید اینایی که با وقت برو یوتا، یوتا مثل چند تا زن که میگیرن هیچی، زیر سن که میگیرن هیچی، با نمیدونم دختر زن هم ازدواج میکنن هیچی، و مصیبت ها. خب بذار ببینیم، امروز میخوام زود در برم، ولی نوشته ترامپ شریک ثابت قدم عربستان سعودی میمانیم. اونایی که نشستید که این بره آخونده رو بندازه، آخونده دارن با اینا معامله میکنن از طریق عمان، و ترامپ اگه پول درست و خوب بهش بدن، همین زنش میبینی که الان دستم بهش نمیزنه، اینم براشون با هواپیما میبره اونجا. پا اندازی کار اینه، اسکورت بودنم کار اون بوده. ناراحت نشید، برید یک کم بخونید، برید یک کم یاد بگیرید، برید نگاه کنید مصاحبهش با هاوارد اسنر هفته پیش گذاشته بود، برید ببینید این از بس شالاتان بوده، از قدیم تو رادیو تلویزیون ها اینا حرف زده، یکی یکی گنداش داره میاد بالا. این ترامپ، این یک دختر سودانی در فیسبوک هم بهتون نشون دادم. و بریم خبر بعدی که از بله، واکنش روحانی به اظهارات ظریف درباره پولشویی. واقعا برای شما و من دیگه مهمه که ظریف چی میگه، روحانی به ظریف چی میگه، لاهیجانی به اون چی میگه، خامنه ای به همه اینا چی میگه؟ آقا خانم، تای رهبر نداشته باشیم، این مزخرفاتی که آقای چمنارا میگه قانون اساسی، خودش میاد جادو میکنه. اون یکی میگه شما آقا رهبر، مگه دوره نادرشاه است، مردم خودشون اینجوری میشه. کامیون داره میاد تو کامیون تو راه خلاف میکنه،
با اعتصابش خلاف میکنه، بهانه میده دست دولت گواهینامه‌شو بگیرن، میگه جان دیگران رو به خطر انداختی. به جای اینکه یه رهبر باشه، یه سندیکای باشه، رهبر سندیکای باشه، رهبر سندیکا کجاست؟ آقای اوسانلو. یه روز میاد اینجا میگه اون اسید ریخته روم، یه روز میاد اونجا میگه اون نمیدونم اتر گفتی، چی گفتی؟ تینر که رنگ رو غلیظ میکنه، ایتر یه چیزی مثل الکل، اونم نیست، کلروفرم یه چیزی اون بود که مثل که بیهوش میکرد. در هر صورت نمیدونم والله، من اصلا از شیمی همیشه بدم میاد. این ماجراهای خبرها، و شما هم میتونید زنگ بزنید، پیام بذارید. شماره تلفن میاد اینجا یا نه؟ افکت 5 رو بهتون نشون بدم. این 5، بله، با این شماره تلفن 202-695-2573 میتونید پیام بذارید 3 دقیقه، میتونید تکس بفرستید. من برای آذر خانم نوشتم اگه شما هفته یه بار دوشنبه تا دوشنبه از اوضاع و احوال ایران برای ما 2 دقیقه 3 دقیقه همون جوری که خلاصه قشنگ صحبت کردی، ما اصلا اسم این برنامه رو میذاریم چه خبر از ایران. آذر خانم چه خبر از ایران. خب خیلی هم خوب. خب بریم دوستان، اگر هم میخواین برنامه بذارید در تلویزیون مردم، تماس بگیرید یا با تلفن یا با ایمیل یا با فیسبوک و میریم و برای شما برنامه ردیف میکنیم. میگه بالا یک خانواده نمونه، شوهر، همسر، 2 فرزند، پایین یک گله خانواده گاونر در کنار 4 فلان. حالا من این عکس رو بهتون نشون میدم. آقا این توهین به اینها فایده نداره دوست عزیز من، این توهین به اینها فایده نداره. دلیلش اینه که الان اروپا، آمریکا با کم شدن جمعیت مواجه هستن و این جمعیت رو مکزیکیا، اسپانیشا و مسلمونا دارن زیاد میکنن. وقتی تعداد مسلمان زیاد شد، انگلستان 2 راه حل داره، یا انتخابات قلابی را بندازه، یا وقتی رأی گیری میشن این حاج آقایی که شما داری فوشش میدی، میگی نر خر نر گاو، این زنها رو بر میداره، این بچه ها رو بر میداره، اوناش که سنشون قانونیه میرن رأی میدن، این دوتا مالا بشینن تا صبح برای این بچه و این کتاب بخونه. اینا فردا میان میشن نماینده مجلس، اینا میان میشن شهردار لندن. اون وقت چه کار میکنن؟ ترامپ که میخواد بره لندن، میان اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن، میگن ما راش نمیدیم. حالا شما هی بشین هی از این چیزا بفرست، هی بشین هی بگو منبر به درخت اینو گفت، درخت به منبر اونو گفت. میگه که حتی مربیان و استادان رقص، رقص شرقی مردانن. خب شما اینو داشته باش، اولا رقص حتی تو همون غربم، من یه مسابقه رقصی بود اینجا این هتل هیلتون نزدیک دالاس ایرپورت میذاش، شما وقت بری مردا هم میان میرقصن، خیلی هم قشنگ میرقصن، مردا و زنا میان میرقصن باز خیلی قشنگ. ولی یادتون باشه، من اتفاقا این فیلمو که دیدم برای دوستم نوشتم، یادته شاه توی مصاحبه گفته بود که سر این بود که خب شما این خانم فرح رو کردی نایب السلطنه، ولی میگی من به زنا اطمینان ندارم، نمیتونن اینا کشورداری کنن. خب این چه کاری بوده؟ بعد توضیح داد بهترین خیاط ها مردا هستن، بهترین آشپز ها مرد ها هستن. گفتم شاه اگه بود حالا رقص این آقا رو نگاه میکرد چه میشد. ولی مرد بیچاره شاه. و الانم اجازه بدین من ببینم این باز میشه. بله، این وید بلاستر. دوستان اگه کسی بخواد وید بلاستر رو بخره، نماینده فروشش در این منطقه آمریکا من هستم. و بذارید ببینیم اینو میتونیم بیاریم کوچولوش کنیم، این آقای کمی گت گوندن، کوچیکتر کوچیکتر بیاد اینجا. آمد یا نه؟ اینجا نه، نمیاد، نمیذاره این ویدیو رو نمیذاره بیاریم، نمیذاره ازش عکس بگیریم. اینم از چیزای زندگیه. آهان، حالا شاید بذاره، بردمش، آوردم آزادش کرد. خب این عکس رو ببینید. و یه چی بهتون بگم، من دوستانی که شیراز بلدن، سر تنوره بغیری ها، لب آب،
منصوریه، دروازه شاهدائی، آسونه، خیابون حسینی، دروازه قصابخانه، ما همش هم دروازه داشتیم، اینا رو بلدن. من بچه اونجا هستم و وقتی که اونجا بودیم این جشنای صاحب از زمان و اینها، ما که چهارم آبان مابان که نمی رفتیم که، جشن صاحب از زمان این نشون میده چقدر در دوره شاه پیشرفت کرده بودیم، این برنامه میذاشتن معمولا این چاقوکشا و جاهلای محل و اینها برای یک شب عرق خوری باشه و اینها، اینا برنامه میشتن. بعد یکی هم میرقصید، این آقا حسن خیاط، میگفتن حسن خیاط، ما موقع خیاط باشی نمیگفت که حالا حسن خیاط باشی داریم تو کالیفرنیا، آقای استف شبکه ای فلان. این وقتی میومد میرقصید همه کیف میکردن. من از همون اوائل یه حالت چندشاوری به هم دست میداد. یعنی حالا نگاه کنید شما، شاید شما هم این حالت بهتون دست بده. محمد خردادیان داریم که هم میرقصه هم رقص یاد خانم ها میده، کلاس های رقص، ویدیوهای رقص و اینها داره و چیز عجیبی نیست. حالا دیگه توی شرقی که اونجوری باید روشونو بگیرن و خودشونو بپوشونن، خب این خیلی معمولیه و افغانستان هم این اوضاع هست و این باعث این میشه که همجنسگرایی، بچه بازی اینها زیاد بشه. البته ایشون دیگه از بچه بازی گذشته، حالا دیگه مرد بازی. آقای پرویز بابایان که تو کار کامیون اینها وارده، میگه ایتر قدرت احتراق زیادی، دست به گاز مثل الکل تقریبا داره تو سرمای شدید. بله اینجا اصلا یه مش کامیونای ساخته بودن که شما ایتر رو میبستی بهش، یکم میکشیدی میرفت تو قسمت اینتیک وارد هوا و چیز میشد و خود ما هم صبح ماشین اگه روشن نمیشد یکی استارت میزد یا خودمون استارت میزدیم، میزدیم و میرفت. اگه زیادم میزدی اون صدای تق تق خشکی که میده، بله ممکن بود سلند و سرسلند و پدر همه رو بشکن، به اصطلاح در بیاره. مشکین قلم رقص ایرانی، مشکین قلم یه رقص، یه نوع دیگه ای میرقصه، یه کلاس بالاتری داره. ولی اینایی که رقص عربی اینجوری میکنن، به خودشون زنگوله منگوله آویزون میکنن، اینجاهاش پشم و فلان، بعد شکمش اینا خب این ماجرا آقای پرویز بابایان، این ماجرا نقل اون روز بود که دوای با پنبه میگیرن جلو یه نفر بیهوش میشه. من دنبال اسم اون دوا میگشتم که میگفتن نمیدونم کلروفرم چیه، میگرفتن اینجوری میشه که بعد آقای خوشنودی نوشته بود اتر، گفتم نه آقا اتر نیست. در هر صورت حالا هرچیه، ما که نه لازم داریم الحمدلله، نه اصلا حرفشم نزنیم بهتر. خب اینم اینا، اینم این مقایسه believe it or not، این believe it or not خیلی مربیان و اینها، بله چرا باور نمیکنم، همینجا هم هست کلاس های رقص. یه آقایی هم هست توی چیز کلاس رقص باله که از دوره فرح و اون سالن رودکی اینا هم بوده، بعد اینجا کاظمیان یا کاظم سامتین. بله خب عکس های گفتار بشر، ما ملت ایران، این عکس خیلی قشنگه، هم آقای آریان پور برای من فرستاده هم آقای زرابی، من اینو نشون میدم میخونم براتون، بعد میذارم شما برید به کار و کاسبی و زندگیتون برسید. ولی ازتون میخوام که اگر تلویزیون مردم رو نگاه میکنید، به اصطلاح چون میبینید اینجا ما نه آگهی داریم نه تبلیغی داریم و اینها، بابت این تماشا کردن حمایت کنید تا ما هم باشیم اینجا و جمعه با دلی خوشتر بیان سراغ شما. میگه این شر حال ملت ایران است، نه خر میدونه چی میکشه و نه شتر میدونه کجا میره، جمعیت خرد پیشگان ریشه ای ایران،
حالا به این جمعیت خرد پیشگانی که ریشه‌ای هم هستن بگو آقا خب اینی که ما میدونی شما میخوای نمک رو زخم ما بریزی یا میخوای حالا بیای زخممون رو پانسمان کنی، یا اگرم بلد نیستی پانسمان اقلا به اون میگی دست محکم بگیر روی این زخم برو بیمارستان. کدومش؟ نمک بپاشی پانسمان کنی یا یک راهنمایی کوچولو انجام بدی؟ برنامه شما چیه ای خرد پیشگان؟ برنامه‌تون چیه برای فردای ایران؟ جبهه ملی یه چیزی نوشته بود، اینو باز آقای زرابی برای من فرستاده بود، همش ریخته بود به هم، اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران. من نمیفهمم وقتی شما میگی شورای مرکزی یعنی یه سری شوراهای دیگه هستن، اونها مرکزی نیستن، اونها جنبی هستن در نقاط دیگه. یعنی چی شورای مرکزی؟ خب حالا بعد ببینید چی نوشته. در تاریخ 26 آبان ماه یعنی 3-4 روز پیش، شورای مرکزی جبهه ملی ایران به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود. مثل که اینا یه انتخاباتی هم دارن برون سازمانی. خب معلومه هر سازمانی که انتخابات انجام میده مال خودشونه، مگر اینکه انتخابات معمولی باشه ملت میرن بیرون که دیگه اونو اصلا نوشته ها نشان از نادانی میده. حالا اینا تازه کی هن؟ شورای مرکزی جبهه ملی ایران کی هن؟ آقای زرابیه، آقای نمیدونم کوروش زعیم، دوستان دیگه هستن، خیلی هاشون دوستای من هنها، بهشون هم احترام میذارم، ولی میگم آقا اون روز برای آقای روحانی نوشتم، اون آقای محمد رضا روحانی هست که دیگه از بس چیز شده مثل آخوندا، میاد میشینه با این بیوانی معتاد هی حرف میزنه، حالا یکی پول میده بیوانی دوا میکشه وقت میده به این، میاد میشینه حرف میزنه. میگم آقا شما که میای اینا رو منویسی، یه عده دیگه هم هی به به و چه چه میکنن، اگه شما وجدان داشتی، اگه شما شرف داشتی، وقتی که رفتی دنبال مجاهدین بعد فهمیدی اشتباه کردی، بعد که ولت کردن فرش خوار مادر و مدارک و پول و اینها، الان میرفتی مثل یه آدم درست حسابی برای خودت زندگی میکردی و میمدی به مردم میگفتی اشتباه کردی، اشتباهاتت این بود، نه که حالا دیگه بشینی برای ما حالا دیگه تو میخوای تفسیر کنی. حاکم شهری که مرغابی بود، آقای روحانی، همون روحانی ایران، همون روحانی اینجا، حاصل آن شهر رسوایی بود، یه چیز اینجوری. بله، به انتخابات درون سازمانی خود مبادرت نمود و اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی هیئت رهبری و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران را به شرح زیر انتخاب کرد. خوش اومد دوستان، این یه خط بود. یک، آقای دکتر حسین موسویان به سمت رئیس شورای مرکزی، آقای منوچهر ملک قاسمی و پروفسور صادق مسرت نواب رئیس و آقایان ضیا مصباح و ابوالفضل نیماوری و منشیهای شورا مرکزی انتخاب گردند. آقایان دکتر هرمداس باوند، مهندس هوشنگ خیراندیش، دکتر محسن فرشاد، جمشید مهرنادی و دکتر حسین موسویان دوباره به سمت اعضای هیئت رهبری انتخاب شد. آقایان پروفسور سید حسن، دکتر علی فلان، مهندس کوروش زعیم، دکتر رضا گلنراقی، مهندس فلان فلان به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب گردیدند. خلاصه مطلب، همه این اسما همشون همین جبهه ملی همینه، به هر کسی یه مقام دادن که فعلا خوشحال باشه، برو تا سال دیگه برید، آقا برید دنبال کارتون، برید از بچه ها نگهداری کنید، از نوه هاتون نگهداری کنید، شاید اونجا مؤثرتر باشه. دوستان از این که با ما بودید ممنون و متشکرم. میگه که اگر نوشم تهی نیشم، اگر نوشم نهی نیشم چرایی. بابا طاهر کم لباس، این بابا طاهر اوریان، اصلا حالا ربط این اگر نوشم نهی نیشم چرایی اینو نمیدونم، ولی صبح یه دوستی گفته بود گر صبر کنید بالاخره یه چی هم میاد، گفتم والا برای بابا طاهر اینو گفته بودن، بعد گفته بود که همین صبر کردن پدرمو در آورد.
گفته بودن که صبر کن، من گفته بود کسی که نمیدونم هیچی دیگه، حالا برید کتاب بابا طاهر عریان بخونید، دوستمون از خلیج فارس میگه این کتابا رو بخونید تو مغزتون بیشتر جا میگیره، تا اینکه ما اهل کتاب خوندنی که تو مغزمون جا بگیره، خالی خالیه. در صورت دوستان عزیز، تانکسگیوینگ روز شکرگزاری مبارکتون باشه. این عکس رو هم من بهتون نشون بدم اگه بتونم. میگه که این بوغلمو آمده کامپیوترش رو نگاه میکنه، کامرای سه، میبینه که مزرعه دار اینو انفرند کرده، یعنی دیگه جزء لیست فرنداش نیست. بعد میگه که I wonder what it means when the farmer unfriends me on Facebook. میگه من نمیفهمم معنیش چیه که این منو از لیست دوستاش خارج کرده. اونم با تبر داره میاد. میدونید که خیلی جاها سر مرغ و به اصطلاح این پرند چیزا اینا رو با تبر جدا میکنن، نه با چاقو و اینها، که من اصلا حتی دیدنشم به اصطلاح مشکل. دوستان، تلویزیون مردم رو حمایت کنید. ممنونم که برنامه صوربی با مردم رو دیدید. میبینم وقتی یه رقصی آهنگی میذارم یه دفعه مینیسه 20 نفر شیر کردن، ولی برنامه خود من رو اگر خجالت میکشید برنامه من رو نگاه میکنید، خب نگاه نکنید. اگه خجالت نمیکشید، خب در گسترشش کمک کنید، با دیگران شیر کنید. روز روزگار بر شما خوش. جمعه با شما خواهیم بود از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 یا 3:30. ساعت 4 بعد از ظهر هم به احتمال زیاد آقای حسن ارشاد باز ویدیوهاشون از ایران برمیگرده. احتمالاً این هفته چون تعطیلیه، دوستان رو از حزب کارگری، از حزب کمونیست کارگری نداریم. منتظر هستم تا اون دوستانی که به اصطلاح ترتیب این برنامه‌ها رو میدن افراد رو به من معرفی کنن تا باشون صحبت کنم. بله، ما به صحبت‌های همه گوش میدیم. شما هستید که گوش میدید، قضاوت میکنید، تحقیق میکنید، بعد بهشون میپیوندید یا ازشون دور میشید. یادم رفت اون آقای سیاوش عرب رو، برید دوستان توی فیسبوک هست، اعتصاب قضا کرده، 14 کیلو وزن کم کرده و میگه به زودی هلند منو میذاره تو خیابون تا بمیرم. بعد میگه هلند رفته نمیدونم خواهرمو تو ایران خریده، جمهوری اسلامی اومده به هلند پول داده، گفته ما میخوایم آقای فلانی رو بکشیم، گفته بیاین بکشیم. گفتم والله من فکر نمیکنم اینجوری باشه. حالا شما میگی اینجوریه، اوکی میتونی بگی، ما به شما نمیگیم نگو، ولی میگیم آقا اینجوری نیست. در اصل اینم از این، از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. ساعت 3:58 وقت نیویورک شرق آمریکاست و فردا روز پنجشنبه تانکسگیوینگ هست. جمعه ما باز با شما هستیم. اگر یک کسی یه بلیت رفت آمد هواپیمایی مونده رو دستش، مایل زیادی داره، میتونه برای من بخره، بد نیست ما یه آلمانی بریم، بریم آقای اکبری رو ببینیم، بریم حالا اکبری به دوستان میگه آقا بلیت نخرید برای این. نه، نگران جا نباشید، جا دارم، میرم اون خونه دوستمون و اصلا نگران نباشید، فقط بلیت رفت و برگشت، هیچ چیز دیگه نمیخوام. روز روزگار بر شما خوش. از دالاس ایرپورت به فرانکفورت ام ماین، یا بعد که قدسناخ ام راین، من اونجا بودم، فرانکفورت ام ماین، یادم با قطار میمدم. عجب سرویسی شما دارین. اون موقع ما 30 مارک میدادیم، از این بلیت های ماهیانه میگرفتیم، هر جا میخواستیم میرفتیم. سوار اون قطارهایی هم که نباید میشدیم میشدیم، میگفتیم ماکزیموم میگیرنمون، اگه گرفتنمون میگیم بلد نبودیم. اگه طرف ساده بود، بار اولش بود خارجی ها کلکش میزدن، میگه دیگه این کارو نکنی، یا ما میگیم باشی فرداشم. بعد اگر نه وارد بود جریمه شو میدادیم، ولی پول جریمه هیچ وقت به اندازه اون پولایی که استفاده میکردیم از این قطارهای تندرو مال شبا و بین چیزا نشد. اینم از این. خوشحال میشم بیای، خیلی ممنون. برام تو یک پیام جداگانه بنویس کجا هستی، شاید بیام. ولی اگه بیام کلن رو میرم، هامبورگ رو میرم، دوسلدورف رو میرم، فرانکفورت رو میرم، ماینز رو میرم، ویزبادن رو میرم، بادکه قدسناخ رو میرم. و اونجا حسنش اینه که شما از جنوب تا شمالش ماشین رو میگیر میری، سرعت هم که علی مدد. اوکی، خیلی ممنون که با ما بودید.
برنامه ما همینه، قرار نیست شما چیزی یاد بگیری. اگه من چیزی بلد بودم میمدم اینجا وقتمو تلف کنم به شما چیزی یاد بدم. شما چقدر ساده هستی که اومدی نشستی اینجا چی یاد بگیری؟ برو آقا یه کلاسی، برو یه ویدیویی نگاه کن، یه چیزی یاد بگیری. مرسی، خدا نگهدار، به امید دیدارتون.